بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که حالتون خوب باشه، اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری منتظرتون باشه، در انتظارتون باشه. امروز یک دقیقه برنامه رو زودتر شروع کردم تا این یک دقیقه رو بذاریم برای اینکه ویدیوی برنامه زنده سربی با مردم رو با دوستان خودمون در صفحه مردم تیوی هم شیر کنیم، با اونها هم به اصطلاح در میان بگذاریم. و اسم این برنامه برای اونایی که تا امروز ندیدن ما رو و یادشون نیست اسم برنامه چی هست، سربی با مردم، امروز هم هست 24 جولای سال 2017 میلادی. ما در آمریکا هستیم و وبسایتمون هم هست مردم tv.com. این رو اینجا نوشتیم، شیر میکنیم و دوستان هم میتونن اینجا بنویسن، نظر بدن. ما تلاش میکنیم و تلاش میکنیم در حین برنامه به اصطلاح با این دوستانی که قراری نداشتیم و اینها چیزی مینویسن کاری نداشته باشیم و بعدن پاسخ بدیم، مگر اینکه یه اشکالی باشه، ما یه سوالی کرده باشیم، چیزی پرسیده باشیم و این دوستان لطف کرده باشن و پاسخ بدن. و اما امروز چهارشنبه است، 4 مرداد 1396، مرداد فکر کنم ماه خرماپزونه و امیدوارم یه روزی این سیاستمدارای ما هم پخته بشن قبل از اینکه فوت بشن و فوت کنن و از دنیا برن و دست بردارن از این کودتای 28 مرداد، قیام 28 مرداد، هرچه بود گذشت. ولی امروز اجازه بدیم من با یه دوستی تماس بگیرم و امیدوارم که صدا خوب باشه و ایشون بتونه با شما خاطراتشون رو در میان بگذارد. ایشون توی صحبتاشون گفته بودن که کسی بودن که مسئول توی اون کمیته‌ای بودن که خمینی رو دستگیر کردن، رجوی رو دستگیر کردن. حالا بهتره زنگ بزنیم با خودشون و ببینیم که به اصطلاح کی هستن، چه کاره بودن، چه کار کردن. و من ممنونم از دوستانی که به اصطلاح میان خاطراتشون رو با من و شما در میان میگذارن. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. ما که نمیفهمیم چی میگه، ولی دوستانی که فرانسوی بلدن بگن چی میگه. حالا جالبه، شماره تلفن ایشون رو من از یه دوستی گرفتم که این شماره رو به من داد، ولی خود ایشون که دیروز پیام گذاشته یه شماره تلفن دیگر رو گفته. اجازه بدید که من ببینم چی هست. و این دوستمون هم پیغام گذاشته، بذارید ببینیم. همین ساعت 2 دوستان همه یادشون میاد که سربی اینجاست. 10 ثانیه ببینیم. جناب سربی درود بهت، تکست گرفتم. حالا بله، این دوستمون هست از آتلانتا، بهشون تبریک میگم، پسر خوبی دارن که کاراشون رو انجام میدن و قرار بود یه آگهی بدن برای 30 جولای، یعنی 4 روز دیگه و بله یک شنبه، و دیگه خبری نشد. من خیلی واقعا تعجب میکنم که دوستان هنوز پیام که میذارن تو پیامشون همون ماجرا، زنگ زدم نبودی، شما به من زنگ بزن. دوست عزیز، بانوی گرامی، آقای محترم، حرفتو بزن. فکر کن من اینجا هستم، تلفن رو اینجوری گرفتم دستم. والا ببینید، ما این تلفنمون بی سیم نیست، خودمون سیمشو کندیم که تلفن کم بزنیم. شما حرف بزنید، شما زنگ بزنید. ماجرای سیم این تلفنه، این تلفن چون روی میز اینجا بوده، اینو سیمشو کندیم که توی دست پای برنامه‌های دیگه نباشه و ما بیشتر با اسپیکر صحبت میکنیم که اینه. حالا امروز روز مشغولی باید داشته باشیم و ببینم که من این شماره تلفن دوستمون رو، اون شماره‌ای که خود ایشون تماس گرفته، بله اینه، آخرش 36ه، اینی که من زنگ زدم آخرش 67ه. اتفاقا اگه یادتون باشه، این همونه که به اون دوستم گفتم آقا ما از اینجا شماره ها رو قاطی میبینیم و
بذار من اینجا بنویسم، با نور شروع میشه همینجوری، بعد میاد اینجوری، بعد خب بذارید این شماره رو تماس بگیریم، اگر بودند که چه خوب، اگر نبودند یه وقت دیگه‌ای روز دیگه‌ای با ایشون صحبت میکنیم، و یا اینکه ایشون میتونه قشنگ پیام بذاره، ما به اصطلاح پیام ایشون رو اینجا پخش کنیم، برای ما هم خیلی ساده تر انجام بشه این کار. و نمیدونم چرا این به جای 33 که پاریس هست، نمیدونم یه شماره دیگه است در صورت 98 اینو میگیریم. یا شانس و یا اقبال. Correspondant est en ligne. Nous lui indiquons votre appel. Votre correspondant est en ligne. Nous lui indiquons votre appel. Votre correspondant est en ligne. Nous lui indiquons votre appel. OK baba. OK, شنیدیم. دوست عزیز، این شماره ها من هر دوشو گرفتم، یه اشکالی هست، و یا این که شما اسکایپ تو را بنداز با اسکایپ، یا این که یه وقتی از خونه اون دوست مشترکمون که اسکایپ داره با هم صحبت کنیم. این همون دوستی هست که من به شما گفتم وقتی که آقای بابک هروی برنامه داشت، ایشون بعدش پیام گذاشت و من فکر کردم که اون پیام در رابطه با برنامه آقای بابک هرویه، به همین خاطر پیام ایشون رو برای آقای هروی فرستادم. از آقای هروی هم خواهش کردم با ایشون تماس بگیره، آقای هروی هم تماس گرفته بود. و ببینید یه سری کارهای ما همینه، یعنی دوستمون لطف میکنه، زحمت میکشه، پیام میذاره، کامل پیام نمیذاره، من باید همینجوری هی بودم. اگه ایشون همون روز اول پیام دی گذاشته بود، میگفت من آقای فلانی هستم، من سال 1300 و نمیدونم 42 در فلان کمیته بودم، حالا یا ساواک یا کمیته شهربانی، و من و دیگران مأمور مثلا دستگیری خمینی بودیم، اینجوری شد اینجوری شد. یاد بگیریم با این پیامگیر، با این وایس میل، با انسرین ماشین راحت باشیم. دوستان عزیز، امروز یک بانوی ایرانی در صفحه بچه های محل دنبال کار میگرده، گفته که من 3 ماه اومدم آمریکا، انگلیسیم خوب نیست ولی اجازه کار دارم. من برای ایشون نوشتم ما دنبال بازاریاب میگردیم، اصلا لازم هم نیست از خونتون بیرون بیاین، لازم نیست ماشین داشته باشین، گرما سرما بغل خونه، یعنی تو خونتون بغل بچه‌ها باشین، میتونین در هر ساعتی که دلتون میخواد، مثلا اگه الان بچه‌تون بیداره، الان نه، وقتی که خوابه قشنگ شما بشینید تلفن بزنید و بازاریابی کنید. در اصل ما دنبال بازاریاب میگردیم. همشهری عزیزمون هم اینجاست، هر وقت که ایشون رو میبینم یاد حمایت میفتم. گفت به طرف گفت که چشمات مثل بادام میمونه، گفت یکم بادام بده بخوریم. حالا این دوستمونم هر وقت که ما میبینیم یاد حمایت از تلویزیون میفتیم. آخرای ماه جولای هست، اگر شما آخرای ماه کمک میکنید الان وقتشه، اگر اول ماه کمک میکنید یه چند روز دیگه، اگر اول ماه ایرانی کمک میکنید 4 مرداده و الی آخر. دلیلش اینه که بعضیا، خود من اینجوری هم، مثلا پول آب و گاز رو 26 پرداخت میکنم، نمیدونم پول کردیت کارت رو 10 پرداخت میکنم. دلیلش هم اینه که همه تو آمریکا حقیقتا بدهکار داریم زندگی میکنیم و همه امروز میخورن، امروز خرج میکنن، امروز سوار ماشین میشن، با این ماشین میرن سر کار به این امید که پولی در بیارن فردا قصه اینها رو بدن. خب من قرارم این بود که با این آقا 8 شب به وقت فرانسه صحبت کنم که نشد. ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت آمریکا با آقای مهدی تبریزی که خیلی ها ایشون رو به نام آقای مهدی زاده میشناسن صحبت میکنم، درباره این آگهی که الان شما میبینید، همونجوری که من قبلا نوشته بودم آگهی شما میتواند اینجا باشد، امروز آگهی این آقای تبریزی رو گذاشتم، بذارید بهتون نشون بدم. شما هم دوستان میتونید آگهیتون اینجا باشه. ببینید این صفحه فیسبوک سوربی،
میتونید ایونتتون آگهیتون ایشون مثلا این رو دیشب برای من فرستاده یا امروز صبح بهش گفتم آقا شما اشتباهی برای من اجارنامه اونجا رو فرستاده بود و اینو فرستادن گذاشتم روی صفحه مردم تیوی هم گذاشتم، ما به شوخی هم به دوستان میبینید روی صفحه فیسبوک مردم تیوی هم گذاشتم و به دوستان میگیم که توی آمریکا میگن که بابا طرف خیلی گرونه، مثلا دست و پات قطع میکنه یا قیمتش دست و پات میخواد. اینجا من به شوخی بهش میگم نه، ما یا دست یا پا رو قطع کنیم برامون کافیه. دوستان عزیز همینجا بهتون بگم که من دیشب من گفتم بهتون بیشتر خبرها و تفسیرها رو از برنامه‌های کمدی آخر شب گوش میدم، به چند دلیل. یکی این که اینها فیلتر میلتر ندارن، هر چی دلشون میخواد میگن. دوم این که در طی روز هر اتفاقی افتاده اونها نگاه میکنن، اونها رو به صورت طنز بیان میکنن. میدونید که طنز بهترین نوعی هست که شما میتونید حقیقت رو انتقال بدید. دیشب خیلی خوشحال شدم که این دوستمون آقای ماز جبرانی که موفق هست، امیدوارم موفق تر باشه، و بچه ها مکس اون آقای اسلام شمس و اینها کمدین های ایرانی الان زیاد شدن، کیوان امیر، و امیدوارم بیشتر و بیشتر بشن. امیدوارم تلویزیون های آمریکایی برنامه های خودشون رو داشته باشن شبها. دیشب مهمون برنامه Late Late Show بود. Late Late Show یه آقای جوان انگلیسی هست، فکر کنم اسمش جیمی کورنل هست، در صورت اونم خودش کمدین خوبی هست و اینها. و این ویدیویی که 6 دقیقه ماز جبرانی آمد و برنامه اجرا کرد و اینا، و بهش تبریک میگم، هر جا میره اگر امکانش باشه همسرش و بچه هاش باهاشن. همین برنامه دیشب، البته تو این قسمت که من به شما نشون میدم، نه اون قسمت شروعش اوپنینگش، دوتا بچهش دخترش و پسرش اونجا هستن، خانمش هم اونجا نشسته و میگه که تابستونه و اینها مدرسه ندارن و باید بیان. جوکاش هم بیشتر راجع به همین تابستون اینها هست. برای ماز جبرانی و خانوادهش آرزوی سلامتی، شادی و پیروزی میکنم. و شما هم دوستان این برنامه های کمدی رو یه مقداری با چی میگن؟ اینجا میگن کلوز مایند نباشین، اوپن مایند باشین. این کلمه اوپن مایند هم یعنی یه کمی باز فکر کنید، خیلی خودتون رو محدود نکنید، بذارید طرف حرفش رو بزنه، بعد ببینید شما به دلتون میچسبه یا چی داره میگه. در هر صورت ماز جبرانی رو بعد از برنامه خودم پخش میکنم، 6 دقیقه است. باز هم به ماز تبریک میگم و امیدوارم که برنامه هاش بیشتر و بیشتر بشه و یه مدتی دیگه از این مسافرت های دور دنیا و اینها راحت بشه و یه برنامه رو داشته باشه. الان یک سریالی هم داره به نام سوپریور دونات و هر هفته از دوشنبه ساعت 9 شب به وقت واشنگتن. و همین، اینا هرچی موفق تر باشن ما خوشحالتر میشیم. و خیلی جالبه، برای ماز نوشتم که من دیشب اینو دیدم، امروزم توی تلویزیون پخش میکنم، نوشت ممنونم و این مثبت بودن تو به من به اصطلاح روز من رو میسازه، یه لبخندی به لب من میاره. گفتم والا ما این همه منفی بودیم به جای نرسیدیم، اقلا یکم تلاش کنیم مثبت باشیم. و براشم نوشتم پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. و اما برای تاریخ تولد یکی از دوستانمون که 16 مرداد دنیا آمده، داشتیم سر به خاطر تاریخ تولد و کادو و اینها صحبت میکردیم و رسیدیم به اینجا که توی ایران، حالا نمیدونم توی آمریکا هم هست یا نه، وقتی یه نفر مثلا مهر دنیا میومد، پدر مادرش شناسنامه‌شو، حتی اگه تو بیمارستان دنیا آمده بود، میرفتن به دروغ به اداره ثبت احوال میگفتن که این تو خونه دنیا اومده، اینم دوتا شاهد، این همسایمون، و تاریخ تولد این رو میبردن عقب به شهریور، حتی یه مقداری بیشتر عقبتر به مرداد، که این بتونه مدرسه به موقع بره. حقیقتا به موقع نه، یعنی بتونه یک سال زودتر مدرسه بره. من یادم وقتی بچم دنیا اومد به من گفتن که اینو تاریخ تولدشو ببر عقب که سر موقع بره مدرسه. گفتم خب سر موقع میره. گفتن نه، اونجوری یه سال عقب میفته. گفتم از چی عقب میفته؟ اگه من قراره تا 18 سالگی خرج اینو بدم، بذار تا 19 سالگی خرجشو بدم. و دوستان خیلی خوشحالم که نه تاریخ
تولدش عوض کرده و به همین دلیل که پسر ما تقریبا مثلا 11 ماه بزرگتر از دیگران بود وقتی رفت مدرسه، بیشتر میفهمید. البته این بیشتر فهمیدن میدونید که بیچاره آن کس که گرفتار عقد شد، خوشبخت آن که خر آمد الاغ رفت. برای خودش و برای ما هم یه سری دردسر داشت، ولی شاید یکی از دلایلی که موفق بوده و موفق هست همین بوده که ما تاریخ تولد و اینها رو عوض نکردیم. حالا که اینو گفتم یه ماجرایی هم براتون بگم. ما وقتی که از ایران اومدیم، خب 2 سال 22 ماه توی آلمان موندیم. توی اون مدت پسر من سنش به اندازه‌ای بود که میتونست بره کودکستان و حتی سال دوم میتونست بره کلاس اول، ولی گفتیم نه دیگه، این همینجا باشه که ما داریم میریم آمریکا و همینجا باشه و آلمانی و اینها یاد گرفت. بعد وقتی آمدیم اینجا کلاس اول، همچین که یک مثلا 3 ماهی گذشت رفت مدرسه و آمد اینها، برای ما یه نامه نوشتن که بیاین مدرسه دفتر مدیر. ما هم رفتیم مدرسه دفتر مدیر و من و همسرم، و گفتن که این پسر شما فحش داده. گفتیم اه چه فحشی داده، ایرانی؟ ما تو خونه فحش نمیدیم. گفتن نه، به انگلیسی به بچه ها گفته FU. گفتیم FU یعنی چی؟ گفت مثلا مادرت و پدرت و خواهرت و فلان. گفتم اینی که ما امروز یاد گرفتیم. خب این از کجا یاد گرفته؟ معلمه یه نگاهی به مدیر کرد، مدیره یه نگاهی به معلم کرد، از من پرسیدن که شما شغل چیه؟ گفتم والا اینجا همه کاری میکنیم که روزمون شب بشه و یه پولی در بیاریم. ولی توی ایران دبیر بودم و من نمیدونم، ما این بچه رو وقتی آوردیم اینجا 2 زبان بلد بوده، یکی فارسی یکی آلمانی. توی آلمانی بله شایزه رو تو خیابون رو از بچه ها یاد گرفته بود، شایزه یعنی همون شت، ولی این چیزی که شما میگی من تا امروز بلد نبودم و چیه. خلاصه گفتن که خب حالا شما فراموش کن و صلوات بفرست. صلوات هم حالا براتون یه جوک دارم راجع به اینایی که گرفتنشون مال آمریکا، یه مدتی تو ایران بودن، اونو براتون چیز میکنم. خلاصه آمدیم اینها، یه مدت دیگه صدامون زدن گفتن بیان. گفتیم چیه؟ گفتن آقا این اذیت میکنه. گفتیم چرا اذیت میکنه؟ گفتن که حوصله‌اش سر میره که بچه‌های دیگه خرف هستن و نمیفهمن و بعضی وقتا عصبانی میشه. گفتیم که خب چرا اینجوریه؟ گفتن که این زیاد میفهمه. گفتیم ای بابا، ما از کم فهمی هم میشه تنبیه میشدیم، حالا بچه‌مون از زیاد فهمی تنبیه میشه. خلاصه فرستادنش یه مدرسه‌ای مخصوصی هست اینجا، بهش میگن gifted talented، یعنی talent gifted talented یعنی اونایی که به اصطلاح یه استعدادی دارن، حالا این خداییه این با هر چی. خلاصه اونم بد نشد، این یکم سن زیادتر بود، اینجوری بود و به خیر گذشت. در هر صورت اینو برای دوستم گفتم و دیگه چون حوصله هی بنویس و اینا نداشتم من چیز کردم. بله این دوستمون آقا از پاریس، ما 2 تا شماره داشتیم زنگ زدیم، یکیش با 36 ختم میشه، یکیش با 67 و هر دوش رفت روی پیامگیر. حالا اجازه بدید یه وقت دیگه ای، یا شما به ایشون بگو آقا این تلفنو که میزنی، این تلفن 10 دقیقه قشنگ حرف بزن، هر چی خاطراتت قشنگ خودت معرفی کن، من فلانی هستم، من سال فلان اینجا بودم اونجا بودم، اینجوری راحت ترم هستی، بعد من اون پیامو پخش میکنم یا روز جمعه یا روز دیگه. امروز سعی میکنم که با آقای دکتر ناصر انقطاع هم که لطف کردن هفته پیش پیام گذاشتن، متاسفانه آقای دکتر استاد ناصر انقطاع هم گفته آقای سربی من یکی از دوستان گفته برنامه شما رو نگاه کنم، برنامه شما رو نگاه کردم، یه زنگی به من بزن با هم صحبت کنیم. من گفتم شاید اون برنامه‌ای بوده که من گفتم دوستان از آقای ناصر انقطاع بپرسید که آقا شاه دیپلم گرفت یا نه. البته ما وا دادیم به این دوستان شاه اللهی، گفتیم بابا ما اصلا مدرک مینویسیم، اگه کسی هم بلده یه مدرک دکترا درست کنه برای شاه، من این دکترای افتخاری رو از طرف تلویزیون مردم بدم به شاه. این همه شاه اللهی‌ها شدن دکتر دیگه، این آقای صمدانی همه رو قشنگ از دم نگذاشته کسی قصر در بره. این ماجرای قصر در رفتن که به هم دیگه میگیم آقا به خیر گذشت قصر در رفتید، یک چیز بدیه. وقتی که توی دامداری ها میخواستن
به اصطلاح گاو و خوک و بره و اینها حامله بشه، وقتی نمیشده میگفتن این قصر در رفت. حالا متاسفانه یا نادانسته داریم استفاده میکنیم اینها. در اصل اینم از این ماجرا. آقای سوربی دیروز توی من منتشر شده و یک فیلم از شما هم میتوانید بخوانید گوش کنید. هم آقای کیوان نژند، آقای سوربی درود. نمیدونم تئوری من، خب آقا بهتون تبریک میگم، موفق باشید. تئوری آقای کیوان نژند، من برای آقای کیوان نژند نوشتم دوست عزیز شما هی تو برنامه‌های من چیز می‌نویسی روی اسکایپ که با من زنگ میزنه، بنده خدا زنگ میزنه، ولی ما قشنگ روی اسکایپ عکس گذاشتیم نوشتیم بدون قرار قبلی تماس ممنوع، ولی دوستان اصلا دقت نمیکنن، احترام به هم نمیذارن. حالا ایشون یه آدم مسنی هست، فکر کنم از پدر منم، اگه زنده بود پدرم، ایشون از پدر منم مسن‌تر باشه، ولی دوست عزیز هیچ وقت برای یاد گرفتن دیر نیست. ایشون برای من نوشته بود یک تئوری، من به انگلیسی و فرانسه و این و این نوشتم، اگه میشه برامون پخش کنید. گفتم آقا اینجا ما مردیم از بس پخش کردیم، شماها یک پولی هزینه کنید، خرج کنید تا ما پخش کنیم. در رابطه با پخش کردن خیلی خوشحالم که این دوست موافق ما که بعد مخالف شده بود، که بعد دشمن شده بود، پیام‌های میذاشت ناسزا میگفت و اینها، و ما بهش گفتیم آقا ما بیش از 3000 خورده ایمیل داریم، اگر ایمیل که میفرستیم برای عمومی برای شما میاد، شما پاکش کن، دیلیت کن، به جایی که زنگ بزنی بگی آقا برای من ایمیل نفرست. و آخر دیگه اینقدر یه روزی نشستم گشتم اسمشو پیدا کردم و پاکش کردم. حالا دیروز برای من پیغام گذاشته که آقای سوربی من میخوام 2 تا ویدیو برام پخش کنین، مبلغشم براتون میفرستم. جالب اینه که من رفتم برای ایشون بنویسم که من دوشنبه هم میخواستم با شما تماس بگیرم، بعد طبق همین قراری که به دیگران میگم بدون تماس قبلی با من تماس نگیری، بدون قرار قبلی، من به خودم اجازه ندادم به شما بدون قرار قبلی تماس بگیرم. گفتم بابا طرف سر کارشه، شاید مشتری داشته باشه، بالاخره شاید دوستی فامیلی آشنایی اونجا باشه، نخواد. من حتی برای آقای ناصر انقطاع امروز تکس فرستادم، نوشتم آقای ناصر انقطاع من پیام شما رو گرفتم، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ما، 12 ظهر به وقت شما تماس میگیرم. یعنی من اینجوری، حالا این دوستمون گفت که شما یه مقداری آلمانی عمل میکنید، خیلی مرتبید، خیلی ریسپان. حالا راجب ریسپان بگم، ما اون روز یه شنبه رفتیم یه جای مهمونی، به دوستم گفتم آقا من برای شما این عکس‌ها رو فرستادم، گرفتی؟ گفت آره. گفتم خب من از کجا بفهمم؟ هیچی نگفتی، نگفتی ممنون، نگفتی دریافت شد. گفت نه دیگه، معمولا خانمم جواب میده. گفتیم خب حالا نمیدونم در هر صورت. بعد بهش گفتم نه عزیزم، بهتر اینه که شما یه جوابی بدی، I got it، یه صورتکی بفرستی، متشکرمی بفرستی اینها. بعد گفت باش. ما وقتی آمدیم خونه تشکر کردیم که خیلی ممنون ما رو دعوت کردید، خیلی هم خوب بود که شما رو دیدیم، دوستانتون دیدیم اینها، و به امید دیدار. و این هم اون آدرس دکتر هلاکویی که میخواستید براشون فرستادم. ایشون نوشت که ممنون. برای من امروز صبح یه چیزی فرستاد که آقا شماره تلفن اون شخصی که گفتی برای من میفرستی؟ گفتم من ندارم، از خانمم یا از پسرم میگیرم براتون میفرستم. گفت متشکرم. آمدیم گرفتیم فرستادیم، دیگه جواب نداد. خب من از کجا بدونم شما گرفتیش؟ دوستمون آقای بهمن نصیری یه ویدیوی مال یانی فرستاده، آقا اینو برای من تبدیل کن. خب ما سیستممون اینجا چون ویندوز هست، هر چی میاد بدون این که فکر کنیم به ویندوز تبدیل میکنیم، فرمت ویندوز. بعد براش فرستادم، گفت نه آقا این ویندوزه، من کامپیوترم مک و نمیدونم اپل و باید اون سیستمای MP3 یا MP4 باشه. گفتیم باشه. براش فرستادیم، جواب نداد. گفتیم خب اینم همون ذات ایرانی‌ها که وقتی خرشون از پل میگذره دیگه جواب نمیدن. بعد امروز نوشته آقا من هنوز منتظرم. گفتم آقا من دیروز 5 دقیقه بعد برات فرستادم، بعد دوباره امروز برات فرستادم، دوبارهم که فرستادم جواب نداده که من بفهمم این فایل چون 22 مگابایت بوده بزرگ بوده، در صورتی که اون جیمیل منم جیمیلم. خلاصه مطلب، کارمون خیلی خرابه،
بله آقای رضا میگه منظور شما از این هم شاءاللهی که میکوبی چیه؟ این شما را نمیشناسم، من شما را نمیشناسم. دوست عزیز اگه شما من نمیشناسی تو ایران میگفتن آقا بذار برسی بخوسی. این بخوسی یعنی شیرازی هم گفتن بخوسی یعنی خیس بخوری، خیس بشه بدنه. خب شما اگه من نمیشناسی صبر کن، منو که شناختی بعدا نظر بده. منظور من از شاه اللهی که من میتوپم، شما که میگی منو نمیشناسی از کجا میدونی من به شاه اللهی میتوپم؟ بعد هر اللهی، شاه اللهی، حزب اللهی، مصدق اللهی، تلویزیون اللهی، خر اللهی، هر اللهی شما بتوپ بهش، چون نشون میده اینها انقدر احمقن که یک چیزی رو برای خودشون کردن بت. مصدقی برای مصدق که کردتش مصدق الله میخواد شما رو بکشه. شاه اللهی، حزب اللهی و الا من دوستان بسیار خوبی دارم، طرفدار پادشاهی هستم. ناصر اینجا بود، خانم نایر تو آلمان هست، خیلی خیلی دوستان وقتی میرم بیرون یکی یکی که میبینمشون میبینم اینا طرفدار پادشاهی هست. طرفدار پادشاهی بودن، طرفدار سلطنت بودن، طرفدار خانواده پهلوی بودن هیچ اشکالی نداره برای شما که من نمیشناسی. و هنوز میگم این فیسبوک رو جواب ندم، بازم طاقت نمیارم. و اما دکتر نصر احمدی، من نمیدونم ایشون خودش هست یا دوستانی که ادمین هستن، سلام من رو، اگه خودتون هستید سلام خدمت شما، اگر خودشون نیستن سلام من رو خدمت ایشون برسونید و بگید آقا چی شد؟ شما قرار بود رادیو، انتشارات، تلویزیون، والا نکنید یه جایی که مجله هست، روزنامه هست ازش استفاده کنید، صدای خودتون رو به دیگران برسونید. گفتمتون که هفته پیش دوستی که سالها ازش بیخبر بودم تماس گرفت، گفت آقا من برنامه‌های آقای کوروش عرفانی رو اینجا بخوام پخش کنم، پخش میکنی؟ گفتم بله، چرا پخش نکنم؟ پدر ایشون فوت شد، من بهش تسلیت گفتم، هر وقت صحبتی چیزی بوده نظرمو نوشتم زیر ویدیوش، ولی نگاه میکنم اینم این مرد حسابی همش میاد با کسایی که مثل خودش صحبت میکنن میگن به به چه چه، برنامه رو میبندن میرن و یک قدم اینا جلو نرفتن. براش نوشتم آقا عرفانی بیا مهمون ما باش، اینا هم همشون نوکر ما نوکری داشت خودش میرفت گل بچینه. یه دوستی نوشته که آقای دکتر عرفانی بسیار مشغول هستن و تشکر کردن ولی گفتن وقت ندارن. حالا خودتون برنامه آقای دکتر عرفانی نگاه کنید، از پیاز، از پشکل تا بمب اتم ایشون صحبت میکنید. گفتم خب آقا این همه به به و چه چه از موافقین شنید، ایشون به کجا رسید؟ اقلا با مخالفا صحبت کن، بعد ایشون وقت نداره، من وقت دارم، من میام تو برنامه ایشون. ولی اینا بلد نیست. البته براش نوشتم اگه آقای فرهاد پارسی که فکر کنم هزینه تلویزیون شما رو اون میده، یا شایدم جدا شدی از افتخاری پولو گرفته رفته، نمیدونم. آقا روزگار غریبی است، بخور بخور و بزن بزن و ببر ببره. من یه دوستی هست که رادیو داره، شیرازی هست، برنامه‌اش خیلی خوبه، راجب هیچ چی صحبت نمی‌کنه و راجب همه چی صحبت می‌کنه. تو ماشین داره میره فیسبوکش روشن می‌کنه، دوستانم میگن آقا مواظب باش. تا یک سایتی رو باز کرده و من رفتم اونجا همین برنامه امشب آقای مهدی تبریزی رو بذارم اونجا، و وقتی گذاشتم دوباره با تعجب دیدم ایشون هم مثل آقای یزدان خداوندلو مثلا نوشته خودشون که مال 4 جون، دوستان الان 26 جولای هستیم، یعنی 4 روز 22 روز این ما مال 52 روز پیش رو میذاره بالا و میگه که بشه تابید، بشه تابید، همه شما میتونید اینجا آگهیاتونو بذارید. بعد شما که آگهیت میذاری، اون میگه که خیلی ممنون، آگهی خودش دوباره میذاره روش. خب آقای قشقایی عزیز، دوستی که میاد میبینه این 50 روز این بالا همون آگهی شماست، نمیره پایین تر ببینه زیرش چیه. چی میخواین یاد بگیرین؟ شما متخصص کامپیوتر و آیتی هستین، ما خودمونو کشتیم به این آقای یزدان خدابندلو بگیم آقای یزدان خدابندلو این روشت غلطه. نمیخوام بگم آدم نشو، ما گفتیم آقا ولمون کن، ول کردیم رفت. خب دوست عزیز اینجوری باشه
ما هم دیگه نمیایم اونجا بذاریم، ما هم که نمیایم یه چیزی بذاریم دیگه، اون کسی هم که میمده زیر اینو نگاه میکرده میدیده او یک کسی نوشته دیگه اونم نیست. نکنید اگه یه جایی رو باز میکنید این آزادمنشی رو داشته باشید، یا اگه مال بیزینستونه میبندینش، ببندین به طرف بگین آقا اگه میخوای این مسیج رو بذارم اونجا $10 باید بدی. اینجوری فیر باشین، فیر اند فرم. شما نه فیر هستید نه فرم هستید. فیر یعنی قاتل، به اصطلاح عادل، فرم یعنی قاطه. نه اشکال داره کارمون. نمیدونم والا بعضی از این دوستان بیان اینا رو، یه دیدم یه آقای دفتر طلاق و ازدواج داره، کار خیلی قشنگی کرده، میره فیلمای ایرانی رو در رابطه، اینو برای افشین باید بگم، در رابطه با طلاق و ازدواج خانواده میذاره رو فیسبوکش، مینویسه این از طرف دفتر طلاق و ازدواج تقدیم به شما. ببین چقدر زرنگه. خب مردم وقتی اینو نگاه میکنن، اگه یه مشکلی داره، اگه میخواد جدا بشه از خانمش، اگه میگه بابا زنگ بزنم به این وکیل، حالا یا آشتیمون میده یا بالاخره اگه میخوام طلاقم بگیریم وکیل داشته باشیم. ولی اون دوستمون بهش گفتم بابا بی خود نی، مردم فوشت دادن، تو این آگهی رو خودت نگاه کن از بالا تا پایین، ببین چند بار نوشتی اسم این شرکت رو. خب طرف نگاه که میکنه دیوونه میشه، بعد میگه آبا یعنی چی، یعنی من احمقم میام تو صفحه مردم تیوی ولی نمیفهمم که این مردم تیویه، هی شما مینیسی مردم تیوی مردم، بعد لوگوی خودتم از اول تا آخر میذاری اونجا، مردم خسته میشن. یادم سالها پیش این آقای دکتر اکبر قهاری زنگ زد و گفت آقای سوربی من یه تلویزیون خریدم $10,000، به این داور بگو این پیکسلای سفید وقتی مینویسی تلویزیون منو میسوزونی. بعد به داور گفتم گفت آقا ولش کن غلط کرده، تلویزیون $10,000 خریده. خب آقا رضا بعدن برای من بنویس، بیا مهمون برنامه باش، تو برنامه صحبت کن، من 8000 خورده روی مردم تیوی، بیش از 8800 تا 5000 تام روی سوربی دوستای مثل شما دارم که منم اونا رو نمیشناسم، اگه قرار باشه تو برنامه با اینا کل کل کنم برنامه من این کاغذایی که نوشتم باید بریزم دور، پس نگه میدارم، شما میای نگاه میکنی میشناسی نظر میدی، من اگر دیدم مثل انسان قرن 21 نظر میدی میام دعوتت میکنم میای مهمون برنامه ما میشی، اگه دیدم مثل همین بعضی از دوستان شاه اللهی میخوای تیز کلنگ بندازی، یا نه فقط شاه اللهی، مجاهد اللهی هم، رجب اللهی هم همینجوره، با یه لگت هم من میزنم میندازمت بیرون، خیلی هم ساده و خوب. دوست داری اینجوریه که من صحبت میکنم، دوست نداری شما رو به خیر، ما رو به سلامت. اجازه بدید که ما این آگهی آقای مهدی تبریزی رو که خیلی اشکال داره اینجا با هم بگیم. ضمناً من امشب ساعت 8 اونجا هستم در وستین هتل تایسنز کونه، این همون جاییه که آقای دکتر هولاکویی هم که میاد اونجا. امیدوارم دوستانی که از روی فیسبوک ما رو میبینن صدای این تلفن رو بشنون، چون من میگم این تلفن سالهاست ما دیگه ازش استفاده نمی کنیم ولی امروز مجبورم از این استفاده کنم. بله 202 این شماره هم شما بنویسید اگه میخواین تماس بگیرید با آقای کی گفتم مهدی تبریزی، 680-0-4-5-6. ببینیم که ایشون منظورش از این برنامه های 26 چیه. به نظر من زحمت میکشه ولی نمیتونه به اصطلاح مطلبی رو که میخواد بیان کنه و به دوستان بگه. دوستان عزیز با آقای مهدی تبریزی هستیم، آقای مهدی زاده خودمون به قول معروف، به شما سلام میکنم، من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، دقایقی به دوستان ما بگید که امشب چه خبره. من به دوستان گفتم که خود من ساعت 8 شب اونجا خواهم بود، امیدوارم که دوستان دیگه هم بیان. هتل بسیار خوبی هست، این همون هتلیه که دوستان از کالیفرنیا هم که میان میخوان برنامه بذارن، آقای دکتر هولاکویی، خانم دکتر ساعدی و اینها اونجا برنامه میذارن. به چند دلیل خیلی اکسسیبل برای اونایی که از مریلند میان، خیلی راحت برای ماها که ویرجینیا هستیم، اونایی که واشنگتن هستن، و خیلی خوب. شما روی برنامه ننوشته بودید ولی باهاتون صحبت کردم، گفتید از ساعت 8 شب تا 11 شب. دوستان تا اینو من گذاشتم روی فیسبوک پرسیدن که این گرده همایی برای چیه، من براشون نوشتم برای موزیک هست و شام هست و رقص.
آیا دلیل دیگه ای هم داره؟ شما بفرمایید دلیلش چیه که شما این گرد همایی ها رو میذارید، و امیدوارم امشب با شما صحبت کنم یه مقدار اینا رو کامل تر کنیم. بفرمایید. تمنا میکنم اولا به بینندگان و شنوندگان شما سلامت میکنم، امیدوارم حتی که هستن خوش و خورم باشم. همینطور که قبلا هم اطلاع داشتیم 26 هر ما جشن به نام آقای تبریزی یکم بلندتر صحبت کنید. 26 هر ما جشنی به نام جشن جهانی یا گلوبال گیلا برگزار میکنیم که هدف ما صحبت هایی بکنیم یا برنامه هایی را ارائه کنیم که رضای الهی را کسب کنیم. منظور من از رضای الهی همون حرفای خودمون که میگیم محض رضای خدا، خدا را خوش نمیاد. این همون گاد گریسی هست که اینجا هم نوشتید نه؟ بله. این در مورد همه تعلق میگیره، خانواده، دوست، همسایه، رئیس، مرعوض، دولت، ملت. اگر ما خدا را شاهد و ناظر اعمال خودمون بدونیم و کمک لازم را در حق هم انجام بدیم، این میشه رضای خدا. این هدف اصلی ما اینه که این در دنیا نه تنها تنین همه میدونن، ولی پروژه هایی داریم که این دانش را به عمل میخواییم بیاریم، عملا دنیا بتونه رضای الهی را کسب بکنه. هدف اصلی ما اینه. آقای تبریزی دوستان میگن یک کم دیگه هم بلندتر صحبت کنید. ببینید آقای تبریزی، یه خواننده که میخواد بیاد اینجا، الان دوستمون دیجی آنی هم اینجاست، همه میدونن دیجی آنی کارش موزیک هست، موسیقی هست، ولی هر وقت یه برنامه‌ای هست مینویسه که این گرد همایی به چه مناسبته، مثلا مینویسه 13 به 10، مثلا مینویسه جشن روز مادر. شما این God Grace یا رضای خدا رو که اون بالا مینویسی، یه مقداری دوستان گیج میشن، نمیدونم این حالا میخوایم بیایم اونجا. من در مورد اونجا ما تایتل افکارمون رو نوشتیم من. God Grace Shapes the World، رضای الهی دنیا را سامان میبخشد. ما بیش از این نمیخوام به کسی توضیح بدیم، نه به کسی کار داریم. اگر کسی این لمس نمیکنه خودش میدونه. دنیا در آتش نادانی میسوزه، نادانی هم همین گرفتاری ها را پیش میاره. آقای سربی موفق بشه، همسایه آقای سربی نباید ناراحت بشه، باید خوشحال بشه. اگر تلویزیون مردم برای ایرانی هست، اون بره تلویزیون دنیا برای دنیا درست کنه، ولی نیاد حسادت نشون بده. این میشه عدم رضای الهی. ما قصدمون اینه که بزرگوار باشن انسان ها، بزرگ فکر بکنن، خوبی بکنن، اذیت نکنن. این همه میدونن، ولی این میخواییم در عمل هم با پروژه هایی که مربوط به آینده در گذشته اون چنان نداشت. همین مدارس، دانشگاه ها به ما یاد میدن ما خوب بشه. آقای تبریزی شما جوابتون به اونایی که میپرسن آیا این برنامه مذهبی هست چیه؟ اونا باید قضاوت کنن. آها. ما میگیم خدا، خدا، خدا و رضای خدا. بله. من از هیچ دین صحبت نمی کنم، نه به یه دینه میگم اون ضعیف، این قبیه، اون اصلا اونا در کار ما نیست. ما میگیم شما انسانیت و بودن رو از هر جای دنیا میخوای یاد بگیری یاد بگیری، از دانشگاه، از مدرسه، از دوست، از پدر مادر، از رسانه ها، از کتابخونه ها، از هر جا میخوای یاد بگیری یاد بگیری. الان موضوع اسم دین دیگه مطرح نیست، موضوع خوب بودن انسان هاست، موضوع نازنین بودن انسان هاست.
که بنده خوشبختیم و در بدبختی دیگران جستجو نکنم. به ادیان وظیفش اینه که منو آدم خوب بسازه، حالا هم دینه میخواد باشی. بسیار ممنون. اجازه بدیم به دوستان خدا. بگم امشب بیان اونجا توی این وستن تایسن کورنر، اگرم پرسشی دارن شماره تلفن شما هست 202-680-04-56 با شما تماس بگیرن. سپاس فراوان، امیدوارم که زیارتشون کنیم، امیدوارم که اونام هر فیدبکی دارن با خودشون بیارن و ما از نظرات اونا، از همکاری و کمکان اونا هم نیاز داریم هم استقبال میکنیم. بسیار ممنونم. به امید دیدار شما ساعت 8. شما گفتین اگه زودتر هم بیایم اشکال نداره. چه بهتر؟ بله. خب خود من سعی میکنم زودتر بیام. آها، یک خانمی از آلمان نوشته، که خانم مینا نوشته، خوش به حال شما، ما دور هستیم نمیتونیم بیایم. بهش گفتم که ببینید، همین که با هم در ارتباط باشیم بهتر و بهتر عمل میکنیم. من حالا امروز که شما میگید آقای اینشالله در فرانکفورت هم خواهیم داشتیم برنامه. بله، حالا همینو میخوام بگم. من به ایشون گفتم که من امشب این برنامه رو به صورت زنده از فیسبوک پخش میکنم برای دوستان، یعنی از اونجا سپایه و دوربین که دیگه لازم نیست این روزا، با تلفن پخش میکنم برایشون این آلمان. بله امشب میبینم اتون آقا. وایسید وایسید این دوستون، خداوند توفیقتون بده، خداوند وجود و جناب سربی را برای ما سالم و سلامت و شاد نگه دارد. بسیار ممنون. خانم آنی نوشته انسان بودن که ربطی به باور خدا ندارد، ولی خب حرفای ایشون در راستای دین و ادیان است که از این را انسان باشند. بسیار عالی. امیدوارم آنی هم بتونه بیاد. آنی جان بیا و مهمان ما باش. من گفتم انسان بودن هیچ ربطی دین نداره، ولی وظیفه دین ساختن انسان ها. بله بسیار ممنون. آقای سعید کاروسی هم انسان میشیم، ریشهش ادیانه. بله آقای سعید کاروسی هم بکنم میاد امشب، برای من نوشته بود. اولش یه چیز دیگه. اوکی عزیز، با امید دیدارت امشب. خدا حافظ. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، با آقای مهدی تبریزی بودیم که ایشون سالهای سال هست، حتی دانشگاه یا دانشگاه بوعلی سینا رو اینجا راه انداخته بود حدود 30 سال پیش، که آقای دکتر انواری در این رابطه صحبت کرده. اون نوار رو من روی یوتیوب هم گذاشتم و خیلی جالبه. آقای انواری، مرتضی انواری تعریف میکنه، میگه یه روز داشتم خسته و کوفته از سر کار برمیگشتم و خیلی هم دلم هوای ایران، هم غربت دیگه، معمولا از مغرب غروب آدم غربت یه کمی تو دلش بیشتر اثر میذاره. بعد میگه یه دفعه تو ترافیک که وایساده بودم، این ساختمون اونوری دیدم پشت یه پنجره نوشته دانشگاه بوعلی سینا. آقای دکتر انواری اهل همدان هستن و میگه من گفتم ای بابا، ما هنوز توی همدان دانشگاه بوعلی سینا نداریم، این چیه که اینجا دانشگاه زده؟ بعد میگه رفتم و دیدم و اینها، دیدم یه آقایی هست به اصطلاح، این آقای مهدی تبریزی ورزشکار بوده، ایران بوده، شیراز بوده، اصلش میدونید اصلا از صحبت کردنش معلوم زبان آذری و اینها، ولی خیلی فعاله. من یادم حتی اون دوتا دوچرخ سواری که به خاطر سول پدال میزدن یا رکاب میزدن دور دنیا، وقتی آمدن اینجا ایشون خیلی فعال بود، مهمونی میذاشت تو خونش، دیگران رو دعوت میکرد و یه مقداری به اصطلاح پول کمک کنن به این دوتا دوچرخ سوار. در صورت تو کارهای خیر همیشه پیشگام بوده. ولی دوستان یادتون باشه، وقتی هم میخواین کار خیر انجام بدید، وقتی میخواین کار خیر انجام بدید، باید اصول و به اصطلاح پرسیجر، مراحل این کار انجام دادن رو یاد بگیرید. و الا شما بگو من میخوام برم برای خدا کار خیر کنم، یه تیشه ای وردار از صبح تا شب بزن رو سنگ، خب این چه فایده داره؟ ولی اگه میخوای یه سنگی بیاری بذاری برای یه مسجدی، برو به یه نفر سنگ تراش بگو آقا چه کار کنم، اون بهت میگه که بیا یه روز بغل دست من یادت میدم. من صحبتم با آقای تبریزی امروز صبح
این بود، چون من براشون نشون اگه وقت داشته باشید 2:30 با ما باشید، مهمان ما باشید. ایشون گفت بود اگه امکان داره قبلش با هم صحبت کنیم، و من بهش گفتم که من نظرم اینه که این کار شما به خاطر اینکه دست تنها هستی و تمام کارا رو خودتون میخوان انجام بدید اشکال داره، پول رو زیادتر خرج میکنید. شما این فلایر رو ببینید، فلایر از بالا شروع میشه تا پایین گویا نیست، بعد که میای آدرس نداره. خب میدونم این روزا هر کسی میزنه وستن تایسن پیدا میکنه، ولی اگه یه آقایی یه خانمی عصر از در کار اومد خواست بیاد، اون موقع میگه حالا ولش که آدرسم که ننوشته، ننوشته چه ساعتی هم هست. البته این اشکال ما ایرانی ها. حالا چرا میگیم اشکال ما ایرانی ها؟ آمریکایی هم اشکال داره، اونا هم اشکالاشونو میگن. یه روزی یادمه طرف 800 دلار 400 دلار هر چی که پول یک صفحه آگهی روزنامه، اون موقع دو هفته نامه ایرانیان بود، داده بود. کنسرت از بالا تا پایین نوشته بود، نه تاریخشو زده بود نه محلش. تماس گرفتم با آقای مختار، گفتم آقای مختار این آگهی زدید فلانی میخواد بیاد کجا کی؟ گفت که والله برای ما وقتی فکس میفرسن، همیشه هم خود من اینجا نیستن، دوستان دیگه هستن، این فکس رو برای اونا میفرستیم، میگیم ما اینو گرفتیم، این عکسی که میبینید همینو چاپ کنیم، اونا میگن بله. اینجا میگن کانفرم میکنیم، کانفرم یعنی تاییدش میکنه که بله همینه، و ما هم چاپ میکنیم دیگه. خب البته به نظر من یک کمی کم لطفیه، روزنامه نگار یا مسئول تلویزیون باید اون آگهی رو که میبینه یک کمی نگاه کنه. همین امروز صبح آقای تبریزی برای من وقتی شماره تلفنش فرستاده بود، شماره تلفن رو اون 6 آخرش رو ننوشته بود، ولی من میدونستم شماره تلفن ایشون هست 0456. یه دفعه تو برنامه گفتم ای کاش اینم 3 بود، میشد 3456. در هر صورت دوستان همه کارامون اشکال داره، سعی کنیم اشکالا رو روز به روز رفع کنیم، برطرف کنیم. اینا اگه امروز به اینجا رسیدن این بوده که اشکالا رو یا مثل آشغال زیر قالی نزدن، زیر حسیر قایم نکردن، آمدن گفتن این اشکاله، چجوری رفعش کنیم، با همدیگه رفعش کردن. الان میبینید دولت آمریکا به بنبست خورده برای اینکه این آقای ترامپ نمیخواد قبول کنه که این کارش اشکال داره. طرف رفته برای پیشاهنگا صحبت کنه، یه مش بچه‌ای که آمدن، میدونید پیشاهنگا با یک دل پاک میان، میخوان به جامعه کمک کنن، مردک نادان، احمق، شارلاتان، کان آرتیست وایستاده نقلیه چیزای مزخرفی برای اینا میگه، الان 3 روز گذشته هنوز دارن ازش انتقاد میکنن. به جایی که بیاد بگی موفق باشید، به دیگران کمک کنید، من خیلی خوشحالم که شما همت کردید تابستون به این گرما از خودتون وقت گذاشتید، 30,000 نفر آمدید اونجا، بهشون میگه که ببینید شما الان اینجا 45,000 نفرید، امشب روزنامه ها مینیستن 200 نفر. اولا 45,000 نفر نیستن، جا به جا شما دروغ گفتی، چون اینا تعدادشون معلومه. 30,000 نفر از سر تا سر آمریکا میان توی کمپی، توی اردوگاهی در وست ویرجینیا جمع میشن. اصلا این مرد با دروغ مثل که نطفهشو بستن، نمیدونم والا. در اصل دوستان اشکالا رو قبول کنیم. الان یه دوستیم برای من نوشته، خب شما از آقای عرفانی دعوت کردید برای انجام چه کاری؟ قربونت برم، درسته که این آقای دکتر عرفانی، ولی ایشون دکتر طب که نیست که، منم مریض نبودم از ایشون دعوت کنم بیام مثلا انگشتم شکسته درست کنم، دعوت کردم که بیاد مصاحبه کنیم. بعد میگه با خودش صحبت کردید؟ میگم نه عزیزم، من که گفتم که نوکر ما نوکری داشت، خودش میرفت گل بچینه. یه نفر دیگه نوشته بود که ایشون وقت ندارن، منم نوشتم سلام من رو به ایشون برسونید و بهش بگید که شما اگه وقت نداری من میام مهمونت میشم. چی بگم دیگه، یه شعری بود میگفت یا منو ببر به خونتون، یا بیا خراب شده ما، یا بیا به خونه ما. اینم از این. بله میگه که چیچی ضعیف، صداشو ندارم من، نمیدونم. این میگم مشکل ما اینه که ما یک بلنگو اینجا داریم، یه میکروفون اینجا داریم. متاسفانه وقتی من این تلفن رو گذاشتم اینجا، حواسم به میکروفون
این برنامه بود. این برنامه که من اشاره میکنم دوستان برنامه ای نیست که توی فیسبوک پخش میشه و اگر متوجه شده باشید بعد از اینکه برنامه تموم میشه و من برنامه اصلی رو روی فیسبوک میذارم، کیفیت اون اندازه اینا فرق میکنه، چون این داره از یه تلویزیون دیگه نشون میده. در صورت هزار و گفت ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن تا تو برنامه سربی را تماشا بکنی. اینم از این ماجرا. اگه دوست دارید برنامه من رو به دیگران هم بگید، به دوستانتون هم بگید. اگه دوست ندارید، مریض هستید، چیزی رو که دوست ندارید مثل یه چیزی تلخ باشه هر روز بیان هی بخورید، خب آقا یه بار تلخ بوده، یه درختی کنار خیابون بوده خوشحال، به به حاجی خانمم یه درخت بادوم جلو خونمونه، رفتی خوردی دیدی تلخ، زهر ماره، چرا هر روز میری میکنی میخوری، بعدم تا میخوری تف میکنی؟ همین که تلخه یعنی طبیعت گفته این سمه، تمام چیزای تلخ سمه. یه جا رفتم گفت سالاد میخوری؟ گفتم بده، سالاد خوبه. اینم برای مینا خانم که به من میگه گوشت کم بخور. خانم عزیز، اون سبزی که هی به اسم ارگانیک به شما میفروشن وقتی میخوری تلخه، مجبوری روش درسینگ بریزی، حالا یا راشن درسینگ یا آبلیمو و نمیدونم فلان که مزهش قابل تحمل بشه، شما داری سم میخوری، گولتون میزنه. امروز صبح بود در یخچال باز کردم دیدم نمیدونم فلان چی نوشته ارگانیک، تخم مرغ نوشته ارگانیک، در فریزر باز کردم نون بردارم دیدم رو نون نوشته ارگانیک. آقا اینا ما رو خوب خر کردن، نون مثلا یه دلاری رو به اون میدن 4 دلار ارگانیک، هیچ سندی هم ما دستمون نیست که اینا درست میگن یا دروغ میگن. چند مدت پیش این چیزای چاینیز ثابت شده که حتی شماره‌هایی که روی نوع آهنشون میزنن دروغه، برای که اون طرف میگه آقا این آهن مثلا 68 قیمتش اینقدر، چاینیزی میگه من که کاری ندارم میزنم این آهن 98 پول بیشتری میگیرم. در هر صورت اینم یه چیزی که کسی دوست داره در رابطه با این ارگانیک و سالم خوراک خوردن و سالم زندگی کردن بیاد صحبت کنه. و اما 8 شب امشب تا 11 شب و ایشون گفت دانشجویانم، ببینید دوستان دانشجوی هست که ممکنه از من بیشتر پولدار باشه، پول در بیاره، ولی اگه دانشجوی هست پول نداره وقتی میاد اونجا کارت دانشجویشو نشون بده، همین کارت دانشجو نشون میده اون طرف میدونه که این دانشجوی هست که میخواد امشب پول نده، 26 دلار برای شام و نوشابه و رقص و موزیک و اینها پول زیادی نیست. والا من هر جوری فکر میکنم ایشون پول اجاره این هتلم در نمیاره، ولی یه عشق علاقه‌ای داره. حالا بذارید بهتون خودمونی باشم، من بهش گفتم آقای تبریزی شما یه چیزی پشت این ماجرا هست میخوای بگی تا امروز نتونستی به مردم بگی، چی آقا؟ میخوای پیغمبر باشی؟ میخوای خدا باشی؟ بیا بگو تو تلویزیون، بیا بگو ما یه دقیقه که ضبط کنیم هر روز برات میذاریم، باهات تماس میگیرن مردم، یه عده میشن ره رو بد، یه دنبال رو بد، نمیدونم. امشب میخوام یکم هم باهاش صحبت کنم بگم آقا منظور شما از این کارا چیه. امشب ساعت 8 شب، الان تقریبا 3 بعد از ظهر، یعنی 5 ساعت دیگه، 5 ساعت و 8 دقیقه دیگه برنامه مستقیم رو پخش میکنم. اینایی که اینجا هستی نگید خب حالا سوربی پخش میکنه ما نریم، ها بودن اونجا تو برنامه یه شورهاری داره. گفتم سعید کاووسی احیانا دفعه قبل آقای کشاورزنیا قرار بود بیاد، خورده بود به ترافیک نتونست بیاد، امیدواریم چهارشنبه است ترافیک یه مقداری چیز باشه، اون دفعه بالای رود 7 بود تا بخواد بیای اون بالا ربع ساعت نیم ساعت طول میکشه، ولی این بار نزدیک بلتوی، بلتوی یعنی جاده کمربندی، میبینمتون ساعت 8 شب چه اینجا چه اونجا. و اما ویدیوی جدید آقای سهراب چمنارا را تماشا کنید، از دیروزم هم در تلویزیون مردم پخش کردیم هم در فیسبوک، و آقای چمنارا خودشون لطف میکنن یه مبلغی رو به عنوان هزینه پرداخت میکنن. وقتی که ایشون دید من روی فیسبوک گذاشتم، روی بالاترین گذاشتم، روی تلویزیون مردم به جای یک بار گذاشتم، ایشون گفت که شما خیلی لطف میکنید و من شرمنده میشم. گفتم نه آقا، این حسن نیت همدیگر رو نشون میدین. شما وقتی میری یه مغازه میگی یک کیلو برنج، یک کیلو برنج بهت میده، بعد یه دونه چای بهت تعارف میکنه،
این بهت به شما میگه که من اینجا به شما بیشتر احترام میذارم تا اونی که یک کیلو برنج فقط میده بخواد زودم پرت کنه. ما باید به هم اینجوری باشیم. شما برای یه دفعه پخش هزینه رو دادی، من میگم آقا سه روزم خودم از جیب خودم میدم. یه آقایی میخواد شعر بگه و اینها توی تلویزیون رنگارنگ هم برنامه داشته، گویا سازی هم میزنن و اینها، گفتم شما باید هزینه بدی. ولیشون طبق معمول همه میدونی هر کی میخواد بیاد میگه آقا شما بذار من بیام، وقت میبینی چه خبر میشه. میگم آقا چی میشه 13000 نفر رو فیسبوک میشه 30000 نفر، درسته؟ میگه بله. میگم خب من باید بشینم هی بیشتر بگو مگو بکنم. این دوست اون آمده میگه آقا من شما رو نمیشناسم. حالا بهش گفتم خب بشین تا بشناسی. بعد میگه حالا باید برم سر کار یه وقت دیگه. چه فایده داره؟ بعد شما فکر میکنی فایده داره؟ شما همین هزینه کم ما رو بده، شما میلیون ها بساز. اگه ما اومدیم بهت گفتیم از این میلیون ها به ما بده، اون وقت شما چیز کن. خب آقای تبریزی همیشه فعال هستن در راستای اتحاد ملت ها، بفرمایید. اینم آقای خانم دیجی آنی که نوشته که آقای یعنی نور چی میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، شاهد از غیب. البته غیب که نه، ایشون همین منطقه مریلند و ویرجینیا و واشنگتن الان دوستان سالها هست، بهش میگن دی ام وی، دی برای دیستریکت آف واشنگتن دی سی، ام برای مریلند، وی هم برای ویرجینیا، دی ام وی. البته اشتباه نکنید با دیپارتمنت آف موتور وهیکل یا وهیکل هرچی، اینه آنی همین منطقه خودمون هست و من ایشون رو به عنوان اولین بانوی دیجی ایرانی که کارش هم خیلی قشنگ و خوب میدونه، وسایلش هم همیشه به روز هست، میشناسن. و هر وقت ما برنامه‌ای، حالا اون موقع که مثلا رنه و اینها ازش دعوت کردیم آمده، سر وقت آمده دستگاهشو گذاشته. نمیخوام به مردا توهین کنم ولی ماشاءالله اندازه 5 تا مرد مرتب و کارش هم عالیه. دیجی آنی، اگر عروسی، تولد، این روزا توی وفات و به اصطلاح مراسم یاد بود و اینها هم دیدم موزیکای خیلی خوب و آرومی میذارن. اگر خواستید نگید خب حالا سوربی هم آیپدش روشن میکنه، معمولا اون کسی که اینجوری میکنه برنامهش هم خراب میشه. یه نفر رو بیارید برای همونجوری که یه نفر برای خوراک میارین، یه نفرم برای موزیک بیارین. موزیک، موسیقی میگن چی؟ خوراک روح هست، غذای روح هست. دیجی آنی فراموش نشه. خب دوستی که قرار شد دو ویدیو ارسال کنه تا پخش کنیم، از شما ارسال کردن، از ما پخش کردن، این رو هم من به شوخی میگم، گفت که یه عکاسی دیدید اون وقتا تو حمومان میمیش گر تو داری امانتی موجود به سپار به من به وقت ورود، گر شود امانتت مفقود بند مسئول آن نخواهم بود. من همیشه از خودم میپرسیدم که این آقا میگه اگر یه چیزی تو جیبته، ساعتی چیزی داری بیار بده دست من، بعد چرا میگه اگه گم شد من مسئول نیستم؟ حالا نگو که این میگه که اگر ندادیش به من، گذاشتیش تو کمد، گذاشتیش اینجا، گم شد من مسئول نیستم. ولی اگه بدی بهش که بعد میاد میگه آقا ساعت وستن واچ یادتونه، اینجوری. این ماجرای شعر گفتن و اینها رسم بود، مثلا تابلوهایی بود هم مثلا به شعر نوشته بود که این بار نقد خریداری کنید، از دفعه دیگه نسیه بهتون میدن. دفعه دیگه که میرفتی میگفتی حاج آقا، گفتی دفعه دیگه، میگی که خب امروز نقد بخر دفعه دیگه، شوخی بود. یه جایی یه عکاسی نوشته بوده که هر که پولی داد عکسی انداختین، از شما دادن از ما انداختن. خب حالا این ممکنه بعضیا طنز درک نکنن بهشون بر بخوره، ولی این دوست ما که در نیویورک هست و یه مدتی بی دلیل دشمن ما شده بود و از اون بر میگه شما بیننده نداری، از اون بر میگم اگه بیننده نداریم چه اصراری داری شما با ما دعوا میکنی، آقا یه دیوانه در ویرجینیا نشسته برای دل خودش توبت میکنه، حالا آنی هم یه روزی بیکار باشه میاد نگاه میکنه، شما چرا نگرانی؟ شما شدی آقای رجبی، تمام برنامه ما رو این سازمان مجاهدین نگاه میکنه، زیر ضربین میذاره تمام برنامه ما رو، این حزب اللهیا نگاه میکنن زیر ضربین میذارن، اون از اون ور سازمان مجاهدین مینویسه تلویزیون نمیدونم مزدور، یعنی ما برای آخونده کار میکنیم، از اون ور این احمقای حزب اللهی مینویسن تلویزیون ضد انقلاب. اینم جواب اون دوستمون که گفت حالا وقت ندارم بعدا میام.
یکی از اشکالات زندگی شما دوست عزیز اینه که وقت نمیذاری. ساعت تقریبا 3 بعد از ظهر، تقریبا 12 ظهر به وقت واشنگتن، ببخشید 12 ظهر به وقت کالیفرنیا است. اجازه بدید من یه تماسی بگیرم با آقای دکتر ناصر انقطاع. چرا من این تلفن رو بردم این ور، تلفن رو دوباره بیارم این ور که دوستان فیسبوکی هم بشنون صدای این دوستمون رو، و امیدوارم که این بار صدا کم نباشه. آقای انقطاع ماشاءالله چون تو رادیو تلویزیون ها برنامه داره و اینها، صداش خیلی قرا. بله اوکی، شماره تلفنی که من از ایشون دارم این یکی رو که خودشون گفتن تماس میگیرم. امیدوارم باشه. آقای دکتر انقطاع سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم از واشنگتن خدمت شما زنگ میزنم. حالتون چطوری جناب سوربی؟ ممنونم. شش ماه پیش بهتون زنگ زدم. قربان شما هفته پیش زنگ زدید اینجا، هفته پیش صحرای کربلا بود، اینترنت قطع، تلفن قطع. رپورتاج تهیه کنی؟ نه اینجا اومده بودن به اصطلاح سیستم اینترنت ما رو عوض کنن، بعد گرما هم شدید، اینا هم زدن لوله آب قطع کردن، بعد برق قطع شد. خلاصه خدا نصیب دشمنتون هم نکنه. ما الان روی ایر هستیم، به دوستان هم مژده دادم، گفتم من قبلا هم با آقای دکتر ناصر انقطاع مصاحبه کردم، ایشون لطف کردن زنگ زدن پیغام گذاشتن. حقیقتش من نمیدونم درباره چیه. شما گفتید یکی از دوستانتون باهاتون تماس گرفته. من سرگرم نوشتن یک مقاله تحقیقی هستم. بله زمانی برای اینکه با شما الان صحبت کنم متاسفانه آقای سوربی ندارم، یعنی آمادگی ندارم. باشه هیچ مسئله نیست، من فقط خواستم که خدای نکرده بی احترامی نکرده باشم، پاسخ لطف شما رو داده باشم. بله شما هر وقت که وقت داشتید اگر هستم که با شما صحبت. بله بسیار ممنونم. 6 دقیقه 7-8 دقیقه امروز طول میکشه، مهم نیست، من در خدمتتون. بله حالا که هستید ما یه سوالی میکنیم. ما یه دوستی داریم اتفاقا این خانم نیر ایروانی قربانی خیلی هم عاشق نوشته های شماست. سرکار خانم نیر قربانی خیلی بله بزرگوارم و خیلی مهربانی میکنم. بله میدونید که ایشون هم یه جورای شیرازی هستن و اینها، و من هم به ایشون ارادت دارم. ما سر یک مسئله ایروانیه. بله نه دیگه، فامیل ایروانی. ما الان مثلا یه دوستی داریم خوزستانی، فامیل شیرازیه. اینا رو دیگه شما چیز نکن حالا بین من و خانم نیر. بله یا آقای را ما میشنستیم. بله هند فامیلش خمینیه. خود شما به اصطلاح گواهی دادید. آقای انقطاع من نوشته هایی رو خوندم این بر اون بر، خاطرات شاه رو خوندم، کتاب مأموریت برای وطنم رو خوندم که اولا من اون موقع نمیفهمیدم مأموریت برای وطنم چیه، بعدا فهمیدم که ایشون چون علایق مذهبی داشته به یه نوعی میخواسته بگه که یعنی خدا به من مأموریت داد، چون کتابی که خوندم اینه. حالا صحبت از اینه، من با آقای سرهنگ عقیلی پور مصاحبه کردم، با آقای تیمسار آریان پور مصاحبه کردم، هر دوی اینها گفتن که شاه هم ورزشکار بود هم پسر باهوشی بود، ولی دیپلم نگرفت، از مدرسه فرانسه اخراج شد چون دعوا کرد، یه ژاپنی رو زد، یه سری بچه ریختن روش، اینو زدن چون قلدر بود، گردن کلفت بود. بعدم که آمد ایران میگن باباش حقیقتاً باید اینو میفرستاد مدرسه نظام، یه کمی پارتی بازی کرد فرستادش دانشگاه نظام. خانم ایروانی میگه نخه شاه دیپلم داره. میگم خانم سال هاست که مدارس اروپایی و آمریکا کتاب های سالیانه چاپ میکنن، مینویسن که مثلا آقای دکتر ناصر انقطاع از دانشگاه تهران سال 1300 و فلان فارغ التحصیل شد، عکسشون هم هست، و این و چجوریه که هیچ مدرکی نیست از این. من حتی میخوام با اون مدرسه تو سوئیس تماس بگیرم،
چون گویا ایشون دو جا رفته درس خونده، یه مدرسه ای اول اخراجش کردن رفته یه مدرسه دیگه. شما یه چند دقیقه راجع به این صحبت کنید تا جایی که وقتتون اجازه میده. و بله بفرمایید. شما هم گفتید ایشون خیلی قلدر بود و کتککاری میکردین، برعکس اتفاقا وقتی که بررسی میکنیم زندگی ایشون رو و مقایسه میکنیم با شاهان دیگری مثل کریم خان زند، مثل نادرشاه افشار، مثل خود رضا شاه، مثل آقا محمد خان، میبینیم ببخشید ایشون خیلی خیلی هم ترسو بودن. یعنی در زندگی شاهانه واقعا ترسو بودن و این باعث شد که کشور رو گذاشتند و رفتند. و ما ملت، یعنی ما مردم، به هر حال یه رگه دلبستگی به شاه داریم، اما این رگه به تعصب نباید وابستگی داشته باشه. تعصب اگه بیاد چشم آدم کور میشه، یعنی چشم حقیقت بین کور میشه. من با همه ارادت که رسد به خانم نهیره دارم و میدونم ایشون شدیدن علاقمنده مسئله هستن، ناگزیرم تاریخ رو درست بگم. محمد رضا شاه اصولا اهل مبارزه ایدئولوژیک و زد و بند و اینها نبود. به همین دلیل شما دیدید موقعی که فتنه خمینی اومد، ایشون حتی جرأت نکرد یک بار نام خمینی رو ببره. در هیچ جا نمیدید که این بیار علیه خمینی حرف بزنه، برای که رگه مذهبیش بالا بود. یه استاد دانشگاه ما داشتیم، خداش بیامرزه، خیلی هم آدم باسوادی بود، حقوقدان بود، میگو محمد رضا شاه در حقیقت یه آخوند. یعنی آقای فلسفی در خاطراتش نوشته من زمانی که بعد از 28 مرداد خواستم توجه مردم رو از مسئله سیاسی بگردونم روی مذهبی، تصمیم گرفتیم که راجع به باهایی ها حمله کنیم و بعد از ظهرهای ماه رمضان، بعد از 28 مرداد، ما راجع به در اسد شاه راجع به باهایت صحبت کنیم. بعد گفت رفتم خدمت اعلی حضرت. این در خاطراتش نوشته آقای فلسفی ها، میتونید بخونید، خاطرات فلسفی رو پیدا کنید، چاپ شده. وقتی رفتم به شاه گفتم که ما میخواییم اجازه بگیریم از شما راجع به باهایت صحبت کنیم، شاه یه دو سه قدمی راه رفت و فکر کرد و برگشت گفت مگه پیش آقای بروجردی حاج آقا حسین نرفتید؟ گفتم که نه قربان، عوض کن، نه برید پیش آقای بروجردی، ایشون اگه بگن خوب خوبه. آقا جان تو پادشاه مملکت، قانون اساسی دست توه، آقای بروجردی چی کار است؟ اینجا آدم یاده اون نوشته سفیر انگلیس میفته در زمان ناصر شاه، که نامه‌ای که نوشت به به وزارت امور خارجه انگلستان گفت آقا بی خود دنبال شاه نری، ما یه شاهان گمنامی هم داریم پشت پرده هستن، اونا قدرتشون بالاتر از همه، تمام اختیارات دست اونات، اونا افکار مردم جاهل رو تحریک میکنن و نیرو دست مردم جاهله. به قول اون نویسنده انگلیسی، نویسنده آلمانی میگه سرنوشت ملت ما رو مگس ها انتخاب میکنن. بعد میگه مگس ها مردم نادان هستن که میرزن تو خیابون و سرنوشت رو عوض میکنن. و دقیقا این وضعیت در مورد کشور ما رخ داد و دیدیم که مردم کور و کر ریختن تو خیابون و خمینی رو که ایشست نمیشتاخت تو ما دیدند. و دانشجوی دانشگاه، من باش بحث میگم که آقا جون تو دانشجوی چجوری تو ما دیدید؟ نه آقا من دیدم فلان. خب ببینید مردم جاهلن. خب آقای خمینی هم سوار جهل مردم شد، اعلیحضرت هم عقب نشینی کردن، بعد هم رفتن. من میگم شاه چرا رفت از این مملکت؟ ببینید من با این که مخالفم، مخالف خود بنیاد سلطنتی نیستم، من جلوی رضا شاه تعظیم میکنم، رضا شاه مرد خودساختهی بود. بله مجلس رو بعد به مجلس رو کاری نداری، به انتخابات کاری نداری، ولی ایران رو تکون داد، ایران رو حرکت داد، ایران حرکت کرد. هر کاری رضا شاه 14 سال بیشتر نبود، 14 سال 16 سال 4 از 20 انگلیس ها بردنش. اصلا ما هر زمانی پرونده رو میتونیم باز کنیم،
علیه انگلستان شکایت کنیم. به چه دلیلی تو اومدی شاه ما رو برداشتی بردی؟ هیچ جای قانون نگفته که یک کشور بیگانه بیاد پادشاه کشور دیگر رو اسیر کنه ببره. و انگلیس ها اومدن این کار کردن و ما هیچی نگفتیم. اون موقع بنده شد خب آقای انقطاع ممنونم از شما. هنوز ما ماجرای دیپلم آقای شاه برامون بله همین دیپلم ایشون نگرفتن. من میخواید قاطع بگم چون شما پایه کار رو باشید روی این مسئله. دیپلم ایشون نگرفتن. ایشون آمدن رفتن با حسین فردوس که پسر درجه دار بود، دوتایی با هم رفیق بودن، اینا ایشون هم فرستادن به خاطر این رفتن اونجا. یک دو سال بودن نتونستن دیپلم بگیرن. حسین فردوس که جاسوس سه جانبه بود حقیقته. بله اینو ببینید یه نکته من خدمتتون بگم، در کشورهای مانند ایران، عراق، سوریه، لبنان، رؤسای قسمت‌های امنیتی مهار جاسوس کشورهای بیگانه نباشن، اصلا ولشون نمی‌کنن. اول باید جاسوس باشه بعد میان رئیس استاد امنیتی میشن. بله. آقای فردوس اصلا ساواک آمد شاه رو زیر پاشو جارو کرد. من خودم اون موقع خونمون فرشته بود تو خیابان پهلوی، می اومدم سر پل خرید میکردم، من دیدم یه ماشین اومد نگه داشت، دندو عقب بلند کرد، یک بسته عکس خمینی در آورد، آورد برد به این عطاری های سر بازار تجدیش داد و بگه ما جنسمون روزنامه نگار رو فوزون گوتی پشتانی را میدیم. ماشین کجا میره؟ ماشین صاف رفت تو خیابون برکه، رفت تو خیابون مرکز ساواک. از طرف ساواک بازن عکس خمینی پخش کردن. ای بابا این جاسوسیه. آقای فردوستم نگه داشتن تخلیه چیزیش کردن، تخلیه اطلاعاتیش کردن. بعد که خوب آخوندها سوار کار شدن و استفاده کردن و تونست استفاده کنن و البته توده ای هم کمک کردن، بسیاری از این قضا توده ای بودن که حکم اعدام میدادن، بعد این گفتن تو زندان سکته کرد، کشتنش دیگه. نه گفتن خورده زمین تو اون خونه ای که بوده، سرش خورده به حوض، همون که میگید شما. دستمزدش رو دادن. آقای انقطاع شما درباره این کتابی بله همه جور میگن ولی در زندان میگفتن سکتک. بله شما میدونم که هر وقت میخواین کتابی بنویسید خب حتما باید تحقیق کنید و چند بار اون مطالبی رو که میخواین بنویسید به اصطلاح مورد تایید قرار بگیره. کتابی رو که دارید بنویسید میخواین معرفی کنید یا باید صبر کنیم که وقتی آمد در مورد صحبت کنید؟ نه من این کتابی که دارم اصلا تریم داره تمام میشه. بله و این اسم این کتاب اینه، واژه‌های پارسی در برابر واژه‌های فارسی. 8000 لغت پیدا کردم، اینا فارسی‌هاشو من پیدا کردم، از جلوی عربی‌هاش نوشتم. البته کار کوچیکی نیست، باید اینا رو به ترتیب الفبا بنویسیم. دوستانی هستن، جوانهایی هستن که واقعا من تعظیم میکنم بهشون. این جوانها اگر اینطور که دارن در امریکا فعالیت میکنن و من به اصطلاح اونا پله های تحقیقات من هستن، هر کاری من میگم اونا میکنن، اینا با کامپیوترها تبدیل میکنن اینا رو به حروف الفبا، یعنی الفباییش کردن و این کار رو الان ما داریم میکنیم و یکی از اینها اینجا نشسته رو به روی من. من اصلا بهش میگم پسرم، واقعا پسر منه. خب حالا که گفتید پسرت، روان پسرتون هم شاد باشه. بله اون بله و از این پسرها البته هیچ کدوم جای اونو نمیگیرن، اون چیز دیگری بود، ولی خب همه اینها پسران من هستن. بله خیلی ممنون از شما. لطف کنید کتابتون که چاپ شد یه نسخه‌ش هم برای ما بفرستید تا تو تلویزیون هم نشون بدیم هم دوستان با شما در ارتباط. سال آینده چاپ خواهد شد چون خیلی پیچیده است و خیلی بله. الان هم داشتم چیز میکرد. در هر حال خب دیگه روزگار بود، سوس بودن. ببین من وقتی به شما گفتم یه مدتی ولی دهنم که واسه نمیتونم ببندم، آقای خانم ثریا در خاطراتش مینویسه بعد اون موقعی که شاه ترور شد، محمد رضا شاه در جلوی دانشکده حقوق ترور شد و
رفتیم به اصطلاح بیمارستان و اومد بیرون و خونه و اینا حالش بهتر شده بهتر شده اینا، و بعدم مسئله ملی شدن نبود و شروع شده بود و اینا، میگفت اعلیحضرت محمد همیشه میگفت محمد رضا، ولی خب ما میگیم اعلیحضرت به حرف همه ملت. اعلیحضرت به من گفتش که ما چه اشتباهی کردیم، باید میرفتیم در برزیل یک 20,000 متر زمینی میگرفتیم کشاورزی میکردیم زندگی بود تا آخر. آخه ببینید اصلا عشقی به میهن نبود. اون وقت اینه مثل جلور پدرش وقتی یه آخوند اهانت کرد به زن ملکه و شاه دختا در قم، آخوند گفتش که اینا سرباز رفته بودن بهشون پرید، گزاره که به رضا شاه رسد، رضا شاه پاشد رفت قم تو لونه زنبور با لگد و چک و اردنگ اون آخوند زبرد بالا رو انداختش بیرون. این چقدر اختلافه بین این پدر و پسر. آقای انقدا از شما ممنونم، خیلی ممنون که لطف کردید چند دقیقه با ما بودید، امیدوارم که بیشتر در خدمتتون باشیم. بله. و هر وقت برنامه‌ای داشتید توی رادیو تلویزیون‌های مختلف لطف کنید اگه لینکش رو همین دوستان برای ما ارسال کنن در تلویزیون مردم هم اون رو نشون میدیم تا دوستان شما رو هم اینجا ببینن. بازم ممنون که به یاد ما بودید و پیام گذاشتید و امروز هم که وقتتون رو جانم گفتید لینک چی رو برای شما بفرستم؟ لینک برنامه های رادیو تلویزیونی که دارید این بر اون بر یا ویدیوهایی که دارید. من الان فقط برنامه های مطبوعاتی دارم. خب بله بسیار ممنون، همونا رو هم اگر حالا با تو تماس میگیرم چی دارم مینویسم. بله فردوسی هم راجع به سیاست دارم مینویسم، یک چیزم در کانادا هست، یه مجله در کانادا هست مال زرتشتیانه، اونجا من خیلی علاقه دارم به این زرتشتیان، برای اونام دارم میشتم. بسیار عالی، من در حین صحبتتون بله در حین صحبتتون صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم و دوستان با شما تماس میگیرن، لطف کنید بایشون اگر سوالی پرسشید. به فیسبوک 1200 برنامه های من هست. بسیار عالی، خیلی ممنون، خود منم سعی میکنم از اونها استفاده کنم. هر وقت خواستید یه هفته قبل خبر بدید من در خدمتتون. بسیار ممنونم، مرسی که با ما بودید، اوقات خوبی داشته باشید. خب دوستان عزیز با آقای دکتر ناصر انقطاع بودیم، ممنونم از ایشون. ببینید چقدر ساده مشکلات ما حل میشه. برید نگاه کنید، خانم نیر اون روز نوشته آقای صوربی من برای شما عکس تحصیلات شاه رو فرستادم. میگم خانم تحصیلات که عکس نداره، بنده یه جایی درس خوندم کلاس ششم ابتدایی، یه دیپلم بهم دادن هست اون مدرک، بله میتونم عکس اون مدرک رو بگیرم بفرستم، ولی شما وقتی گفتی ایشون در اتفاقا من فکر کنم کلاس ششم دبستان پهلوی بودم، من مظفر و یکی دیگه هم بود، خدایا سه تا دبستان رفتم. چی داشتم میگفتم؟ خیلی ساده است، میگم فلان ببین با دکتر مصدق سالها پیش از یه دانشگاه فارغ التحصیل شده، اسمش هست، رسمش هست، میتونید تماس بگیرید، سالش هست، کتاب یربوکش هست، ولی آقای انقطاع قشنگ گفت، میگه که این دوستمون عاشق شاه هست و خب اشکالی هم نداره عاشق باشید، ولی نیاین بگید که ما هممون عاشق پدر مادرمونیم، اگه پدرمون یه نفر تو خیابونم بزنه بکشه حاضر نیستیم بریم تو دادگاه بر علیه شهادت بدیم، ولی شما نیا به مردم بگو که این نکشته. عشق خودتون رو در حدی که نمیرید شهادت بدید نگه دارید. ممنونم، این تلفن رو من بذارم کنار و اون سیستم خودمون رو، ما دیگه تنبل شدیم از بس همه سیستما کامپیوتری شده، این تلفن رو وقتی میبینم فکر میکنم برگشتم به قرن 19. این هم از این. خب از یکایی که شما دوستان ممنون و متشکرم، حالا اگه وقت داشته باشیم بریم سراغ این نوشته هایی که اینجا مونده، عکسای قشنگ، ویدیوهای خوب و الی آخر. باز هم یک بار دیگه خدمتتون میگم اگر امشب برنامه‌ای ندارید با دوستان خود تشریف بیارید این هتل وستن تایسن کورنر و از ساعت 8 تا 11 شب اگه تو این فلایر ننوشته برنامه با موزیک و رقص و آواز و اینها شروع میشه، بعد شام میخورن دوباره رقص و آواز، بعضی وقتا دیدم آقای تبریزی 4-5 دقیقه میاد صحبت میکنه،
که خب اونم شما بعد بتونید باهاش درباره اون صحبتی که کرده به اصطلاح نظرتون رو یا پرسشارتون رو ازش بپرسید یا نظرتون رو باهاش در میون بگذارید. و اما جمعه یعنی پس فردا ساعت 12 ظهر کانون آوا آقای ساغرچی، آقای مهداد ساغرچی که هم ورزشکاره هم قبلا جب سازمان مجاهدین بوده، بعد دیده آقا این سازمان بعد از 50 سال امروز کارش رسیده به یک که به یه اسم دیگه قلابی پیک شادی بیاد یه ویدیوهای درست کنه، خودشو مسخره کنه، آخوندار مسخره کنه. خب که چی؟ این خوب خندیدیم، بله آخه سازمان ارتش آزادی بخش مجاهدین اینه. ایشون جداش وقتی جدا شده مجاهدین اینا رو ول نکرده به حال خودشون. من نمیدونم چرا این عکس میاد، ببخشید دوستان. خب بدم نیست آقای ناصر انقطاع لطف کردن با ما بودن، حالا این عکس فیسبوکشون هم شما ببین. با ما خواهند بود از ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن. گفتم اتون یه دوستی گفت آقا آره که وقت واشنگتن رو نوشتی وقت ایران هم بنویسید. گفتم آقا خب اون دوستمونم میگه وقت ترکیه رو بنویس، اون میگه وقت یونان رو بنویس، اون میگه وقت آلمان. ما چقدر تنبلیم، شما برو بزن تایم این نمیدونم ترکیه، تایم این تهران، میاد براتون مینویسه. الان که ما اینجا 3:19 دقیقه هستیم، تایم این پاریس 11 است، ببخشید 9 میشه 6 ساعت. در صورت اون دوستمونم نتونستیم تماس بگیریم، از ایشون میخوام که یا برن منزل اون دوستمون که فیس چیز داره، اسکایپ داره، یا اینکه اگر ایشون لطف میکنه زنگ میزنه پیغام کامل بذاره. و این پیغام های ناتمام فقط اون دوستمون نیست، به اصطلاح بهشون بر نخوره، ما کلا یادمون ندادن. خب این سیستما که مال ما نیست که. من یادم اولین روزی که رفتم کلاس انگلیسی اینجا، خانم معلممون موز آورده بود که شب مثلا حالا تا برسه خونه یه موز بخوره گشنش نباشه، موز رو برداشت گذاشت در گوشش مثل تلفن و گفت که چجوری جواب بدید. بعد خودش هم اول گفت اون وقتا اینجا که زنگ میزدن میگفته مثلا این منزل مسکونی سربی، بفرمایید. گفت دیگه الان میگن نگید، چون شما میگی این سربیه، اون میدونه اگه اشتباه گرفته باشه این سربیه. دفعه دیگه زنگ میزنه میگه منزل سربی، شما میگی بله، بعد میگه اینجوری تو استفاده میکنه. بچه‌ها اون وقتا اسمشون رو دوچرخه مینوشتن، بعد گفتن نکنید این کارو، چون بچه شما داره با دوچرخه بازی میکنه، اون میاد میبینه مثلا اسمش ساران، اون میبینه دارا، صداش میزنه میگه دارا، اینم فکر کنه آشناست، بعد میگه بابات گفت که بیا سوار ماشین من باشو بریم، بابات نمیتونه بیاد دنبالت، بچه رو برمیداره میره. یعنی هی که زمان بد میشه یا عوض میشه ما هم باید خودمون رو عوض کنیم. بهتون گفتم راجع به این قسم خوردن و مسلمانی و اینها، نوشته که جنرال آمریکایی وقتی که این سربازا بود نیرو دریایی توی دوباره دیروز یا پریروز هم نیرو دریایی آمریکا و سپاه پاسداران یک کمی برای همدیگه دندون نشون دادن. این ماجرای دندون نشون دادن، دفعه دیگه اگه یه سگی دیدید نگاه کنید دندوناشون اینجوری میکنن، یعنی دومشون هم میارن بالا که جثه‌شون بزرگتر بشه، به طرف بگه نگاه کن هم دندونام تیزه هم من بزرگتر از تو هستم میخوام حمله کنم. و این دندون نشون دادن سپاه پاسداران به اون آمریکا، به اون آمریکا که دیگه خودشو ذلیل علیل کرده، از این ور میگه ما وسیله نداریم دیگه جنگ کنیم، از اون ور همه دنیا جنگ را انداخته و فکر میکنه همه مشکلات دنیا با جنگ حل میشه. میگن کسایی که احمق هستن به جایی که برن نجاری یاد بگیرن فقط یه چکش میخرن، فکر میکنن با چکش تمام نجاری های دنیا رو میتونن انجام بده. وقتی که این سربازا آزاد میشن، حالا نوشته ترجمه متن، وزیر دفاع آمریکا احوال سربازانش را پس از آزادی از ایران جویا شد، همه از خوشرفتاری و میزبانی گرم ایرانیان صحبت کردند. وزیر پرسید آیا به شما سمی، زهری، شستشوی مغزی چیزی دادن که شما را شیعه کنن یا به اصطلاح به مذهب خودشون عوض کنن؟ میگه تمام سربازا گفتن به حضرت عباس قسم اصلا همچین کاری نکردن. اینم جوکیه که این دوستمون فرستاده. و اما برنامه آقای مهدی تبریزی و امشب این God's Grace رو گفتیم، امشب اونجا خواهیم بود. و این دوستمون یه چیزی فرستاده، فقط نوشته چینا. من نمیدونم چرا اینها این قسمت ایرانیش رو کپی نمی کنن توی سابجکت بذارن گزارش نیویورک تایمز
از امپراتوری بزرگ یک سرمایه گذار چینی در ایران. اجازه بدید من این بهتون نشون بدم و با هم بخونیم. میدونید که ایران و چین و اینها هم از این وری خیلی معاملات انجام میشه، ایرانی ها میرن از چین وسایل و اینا میارن، هم چینی ها گویا الان شروع کردن سرمایه گذاری در ایران. نوشته که چهارشنبه 4 مرداد همین امروز گزارش نیویورک تایمز از امپراتوری بزرگ یک سرمایه گذار چینی در ایران، بعد میگه که با انتشار گزارشی به قلم تاماس اردبرینگ خبرنگار این روزنامه در ایران به بررسی موضوع همکاری های اقتصادی رو به گسترش ایران و چین و نیز پروژه های در دست احداث سرمایه گذاران چینی در ایران در قالب طرح بزرگ احیای جاده ابریشم پرداخته است. به گزارش عصر ایران در این گزارش آمده است زمانی که ژائو رولین کارآفرین پکنی برای اولین بار در مورد فرصت‌های کسب و کار در شرق ایران شنید، در این باره تردید داشت، اما پس از آنکه او نقشه‌ای خرید و شروع به بررسی منطقه کرد، چشم‌انداز یک بازار عظیم در این منطقه برایش نمایان شد. آقای لین یا لین 49 ساله هنگام رانندگی در خودرو BMW سفید رنگش در اتوبان تهران به مشهد گفت بسیاری از کشورها به این منطقه از ایران نزدیک هستند، حتی اروپا. او افزود ایران در مرکز همه چیز قرار دارد. خب گفت شیر میدونم یه تپهی بریزه یه گودی پر بشه، حالا ایران اینجوری شده، من و شما در رفتیم، چینی ها چینیز ها رفتن اونجا سرمایه گذاری میکنن. این هم از کرامات این شیخ ها. و اما بیایم اینجا یه ویدیویی رو گذاشتم ببینم میشه نشون بدیم یا نه، چون ما اون روز باز یه ویدیویی رو نشون دادیم و یوتیوب متاسفانه توبیخمون کرد. آها این دوستان شاه اللهی رفت، آقا رضا رفت، دوستان شاه اللهی که میگن که آزادی زنان، حتی به غلط رفع حجاب رو میگن کشف حجاب. ببینید دوستان، این ماجرای حجاب و اینها از زمان قاجار شروع شده بوده. این شعر رو ببینید که میخونن و میگه بچه های سیروس یا فرزندان سیروس، منظورش محله خیابون سیروس نیست، منظورش بچه های کوروش کبیره. کوروش به ایرانی میشه سیروس، بشنوید. ولی اشکال رضا شاه و شاه این بود که هر کاری انجام دادن، حالا خودشون هم خیلی نمیخواستن بگن ما انجام دادیم، این بادمجونای دور قابچین دیگه، یا بادمجون دور قابچینا هی میگن آقا رضا شاه پل ساخت، دانشگاه ساخت. بابا از کشورهای دیگه قبل از رضا شاه میمدن ایران دانشگاه جندی شاپور درس میخوندن. بفرمایید. دوستان اون بالاش نوشته از مدارک شنیداری روزگار مشروطیت در ایران که در تقبیح ظلم به زنان ساخته شده است و سالها پیش از صدور فرمان کشف حجاب رضا شاه زنان را به قیام و برداشتن چادر مذلت تشویق کرده است. خب بیاین بگید آقای رضا شاه از این ایده گرفت رفت دنبالش، که این کارم نکرد. رضا شاه اشتباه کرد، به جای اینکه بیاره مردم رو با تشویق با زور این کار کرد و نتیجهش این شد. حالا آخوند با زور اومده اینا رو، اگه آخوند راست میگه به مردم بگه یه روز آزاد هستید هر حجابی میخواین سر کنید، اون وقت ببینید 85% 90% مردم لخت و پتی میان بیرون یا نه. همشون دروغ میگن، همشون میخوان با زور مشکلات رو حل کنن. ماجرای همون نجار رو یک چکش میخواد همه چی، همین آمریکا و توپ و اسلحه میخواد همه چی رو درست کنه. یادتون نره. بشنوید با هم، من چند دقیقه ساکت میشم که شما لذت ببرید. بفرمایید. Oh, my God.
دوستم ببخشید ممکنه نتونید بخونید چون ریز میشه توی صفحه های کامپیوترتون، اونایی که از تلویزیون نگاه میکنن، این تصنیف دست کم 2 سال پس از کنسرت بی‌حجاب قمرالملوک وزیری در گراند هتل در 1303 خورشیدی و 9 سال پیش از صدور فرمان کشف حجاب در 1314 سروده شد. این سیستم تلفن ما است دوستان، کامپیوتریه و الحمدلله همه ایرانی ها انون یعنی ناشناس. من نمیدونم والا اینم چه کوفتی بود نزدیک دوچار ایرانی ها شده، همه انونن، از خودشون هم وحشت دارن و میترسن. بفرمایید گوش بدید. همینجوری که میبینید چون اینا زمان قدیم بوده و گرامافون و سیستما خوب نبوده و اینها، خب صدایی هم که امروز اینجا هست خیلی خوب نیست، خشخش داره. من این ویدیو رو میذارم زیر فیسبوک تا اونایی که مایل هستن ببینن. اشکال اینه و دیدید که آقای دکتر ناصر انقطاع چقدر قشنگ گفت، گفت من هم به رضا شاه و حکومت پهلوی ارادت دارم ولی دلیل نمیشه که دروغ بگم و تاریخ رو عوض کنم. و یک بار دیگه به شما گفتن که شاه دیپلم نداشت. درباره این که آقای انقطاع گفتن شاه ترسو بوده و در مدرسه قلدر نبوده، بذارید من براتون بگم 2-3 تا داستانه. شاه چون تو مدرسه ایران بزرگ شده بوده، وقتی میره فرانسه فکر میکنه اینجا هم همون علی آباده، یک کمی لوس بازی در میاره، اونا میزننش. بعدی که میزننش این دیگه یه دفعه دیگه میاد یه ژاپنی رو میزنه و اینها، و این قلدری نه اینکه یعنی قوی بوده. خیلی وقتا اینایی که ترسو هستن، اینایی که زور به اندازه کافی ندارن، تو ایران همیشه میگفتن، میگفتن از اونی که هیکل داره و گردن کلفته نترس، از این کوچیک موچیکا هست که یه دفعه از ترسی که شما بهش نزنی یه چاقو برمی‌داره میزنه به شما. اینجوری بوده، ولی تخس بوده. بعدم فکر میکرده حالا چون بچه رضا شاه، بابای سوئیسی که اصلا نمیدونسته ایران کجاست، اونم میگه این بچه رضا شاه بزن ما رو بزنه، میزننش، بعدم از مدرسه میکننش بیرون. اینم از این ماجرا. خب و اما عمارالحکیم فرزند عبدالعزیز نوه سید محسن حکیم است. هنگام درگذشت آیت الله بروجردی، شاه مرگ را به محسن حکیم تسلیت گفت. اینم باز دنباله همون که آقای انقطاع گفت به نقل از یکی از همین آخونده، شاه یه آخوند بود. خدایا این آقای انقطاع رو تو از کجا هفته پیش ایشون لطف کرد، ولی کاش که زودتر باش نماز گرفتم. کار ما رو خیلی راحت میکنم چون اینا دیگه ثبت میشه، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. بله، هنگام درگذشت آیت الله بروجردی، شاه مرد را به محسن حکیم تسلیت گفت تا اولویت شیعه را از ایران دور کند. عمار در یک قصر مصادره شده از نزدیکان صدام مثل پادشاهی زندگی می کند. او را به علت دزدی های سرسام آور لابد به نام پسر صدام عبدالحکیم می خواند. آیا جز چوپان و بره برایش نامی داری؟ باز به نتیجه بررسی هایم از عقل بشر شک بکن و آن را رد کن. قربان ما کجا رد کردیم؟ ما که گفتیم ما عاشق این برنامه های شما شدیم. میدونم شما، خود منم برای دوستان وقتی یک کار انجام میدم بعد میگم بفرما اینم تقدیم به شما، باز بگو سوربی بده، میگه آقا من کی گفتم سوربی بده. میفهمم. در صورت این فیلم هم ببینید که همین آقایی نمیدونم کیه، عمارالحکیم میاد و
اینا رو من نشون که میدم بعد یقمو میگیرم. بذارید فیلم رو نشون ندم، ماجرا رو گفتیم همین بسه. و یه چیزی شنیدی دوستان، میگه هر که گریزد، این شعره عوض شده، یکی میگه هر که گریزد ز خرابات شام، بارکش قول بیابان شود. ما یه جایی اینو گفتیم، طرف گفت نه آقا درستش اینه، هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. یعنی اگه میخواد مالیات نده به شاه، میره تو بیابون زندگی میکنه، تو بیابون اون وقتا قول بوده و خارکش و این چیزا. بعد یکی دیگه گفت نه آقا اصلا این نیست، نه خرابات شام هست نه خراجات شاه، این خراجات شهره. خراجات شهر همون معامله دیگه، مالیات حساب میکنن، میگن این مثلا 100 تا خونه اینجا هست، ما 1000 تومان باید خرج شهر کنیم، هر خونه 10 تومان. بعد یه عده مثل ترامپ میرن میگن آقا ما نداریم، ما اصلا یتیم هستیم، این پدر سوخته پول نمیده، اونای دیگه پول میدن. بعدم میاد فکر کراوات میزنه میگه من از اینا زرنگتر بودم. نه، تو از اونا شیادتر بودی، تو شارلاتان بودی که تکس نمیدی. نمیدونم خونه 100 میلیونی تو میگی 20 میلیون میارزه، بعد میری میفروشی 500 میلیون. حالا این شعر رو من اصلشو پیدا کردم. وقتی میگم اصل یعنی چیزی که الان تو اینترنت میشه شما هم بنویسی. اون قسمت اینه: گر بگریزی ز خراجات شهر، بارکش قول بیابان شوید. بذار من اینم نشونتون بدم که ببینید، اینو من ننوشتم، اینو فکر کنم شعر از شعرهای مولوی و اینها هم هست. اجازه بدید براتون اینجوری درستش کنم. گر بگریزی، یعنی آقا خانم راحت مالیات تو بده، جای خوب زندگی کن. دیدید مثلا خیلی از ایرانی ها برای که کارت بیمه استفاده کنن، ماشینشون خونهشون اینا رو میکنن به نام مادرشون، بعد میبینی مادرشون مثلا یک کمکی از دولت میگیره، دولت اونو قطع میکنه و همه رو تو دردسر میندازن. میگه خشم مرو خواجه پشیمان شوی، جمع نشین ورنه پریشان شوی، تیره یا تیره مشو خیره مرو زین چمن. من هیچ وقت شعرهای مولوی رو نتونستم بخونم، حتی ساده ترینش. خیام خیلی راحت، سعدی حافظ مشکله، این مولوی مشکله. بعد میگه ورچه ورنه چو جغدان سوی ویران شوی، گر بگریزی ز خراجات شهر، بارکش قول بیابان شوی. گر تو ز خورشید همل سرکشی، بفسری و برف زمستان شوی. بهتر من نخونم براتون شعر، چون اگه بخونم یه وقت خدای نکرده اصلا شعر خوندن من بشه یه دلیلی که شما برنامه من نگاه نکنید. باز از اون دوستی که لطف کرده دیروز پیام گذاشته، گفته که میخواد دوتا ویدیو پخش کنه، لینک ویدیوهاتو با ایمیل بفرست، چون من ایمیل شما رو پاک کردم از بس به شما گفتم آقا من این ایمیلایی که به صورت نیوزلتر میاد برنامه‌مون رو می‌نویسه و اینها ندارم کنترل. شما باور نکردی، انقدر گشتم پیداش کردم پاکش کردم، حالا ایمیلتو ندارم. توی پیامتم که ایمیل نیست که شماره تلفنته، منم نه حوصله تلفن دارم نه وقتشو دارم. اینم از این بابت. و ببینیم که بله، خانم فرح دیبا، این ببرمتون روی خبری که دیروز پخش شده بود، درست میگم پنجشنبه، نه دیروز هم نبوده، ولی این دوستمون دیروز برای من فرستاده، نوشته که اینجا گزارشی از میریام کاسیک در استرلینگ فاینانشال ریویو یا هر چیز، میگه یا نوشته اینجا کلکسیون 3 میلیارد دلاری گم شده شهبانوی ایران در معرض دید عموم. اینجا نگاه کنید توضیح میده، میگه که این چندین سال هیچ خبری ازش نبوده و همه فکر میکردن که خوردن و بردن این آخوندا، آبم کردن روش، ولی گویا در یک زیرزمینی نگهداری میشده و حالا آوردن و در معرض دید عموم گذاشتن، مردم میرن نگاه میکنن. حالا سوال اینه که این 3 میلیارد دلار اون موقع ارزش داشته یا 3 میلیارد دلار الان؟ چون میدونید خیلی از این چیزای نقاشی های عتیقه، نقاشی های هنرمنده و نقاشا و
اینای معروف توی زمانی با دلیل بی دلیل گرون میشه، توی زمانی با دلیل بی دلیل ارزون میشه. یه چیزی میبینی 10 سال پیش 3000 دلار بوده، الان میرسه 2700 دلار. یه چیزی میبینی 3000 دلار بوده، الان میرسه 30000 دلار. این رو من کامل نخوندم. نوشته پس از انقلاب کلکسیون هنری شهبانو به زیرزمین موزه نوساز انتقال پیدا کرد و به ندرت در معرض دید عموم قرار گرفت. آخرین بار حدود 12 سال پیش شماری از آثار قابل نمایش با معیارهای جمهوری اسلامی از جمله کارهای پولاک یا یولاک، فکر کنم پولاک، از زیرزمین بیرون آورده شد. مقامات ایران با امانت دادن 60 نقاشی از کلکسیون موزه هنرهای معاصر به آلمان در آخرین لحظات مخالفت کردند. امروز، بله اگه خونده بودم اون سوال نمی‌کرد، امروز ارزش این مجموعه 3 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. بدونید خانم فرح پهلوی خیلی زن خسیسی است و اصلا توی مصاحبم به این ضیاء آتابای میگه من اصلا چی هم نمیخورم، همین در یخچال باز میکنم اگه یه چیزی مونده باشه. گاهی وقتا مردم میان بابا برو تو صف وایس پس خوراک گرم بخور، اصلا دروغ میگه. فکر کنم هنوز با این سن و سالش سیگارم میکشه، چون از نزدیک که میبینیش اصلا قیافش و اینا، اون بیچاره دخترش هم که زنده است اونم یه قیافه خیلی عجیبی داره. نمیدونم در هر صورت آدم چی بگه، اینم از این ماجرا. و حالا حتما داره حسرت اونم میخوره، چون تو کتاب آقای اردشیر زاهدی میگه این خانم فرح دیبا هی به شاه قور میزد ببین اگه این هواپیمای شاهین رو کرده بودی به نام خودت یا کرده بودی به نام من، امروز آخوندان نمیودن دنباله. بعد اردشیر زاهدی عدد دقیق شاه الان نمیدونم، میگه بهش گفتم خانم این مریضه داره میمیره، منظور شاهه. میدونید که اردشیر زاهدی با وجودی که داماد شاه بود ولی شاه رو خیلی دوست داشت، چون تو کسافت بازی ها با هم بودن، عرق خوری ها و خانم بازی ها و اینا با هم بودن و یه جورایی اصلا پا انداز و جا انداز شاه بوده. بعد میگه این مرد داره میمیره، تو حالا برای نمیدونم 40 میلیون دلار 400 میلیون دلار چقدر داری اینقدر اذیت میکنی، تو که اینقدر میلیاردها دلار پول داری، این که رضا پهلوی میاد به دروغ، اونم وقتی مجبور میشه تو تلویزیون وایس آف امریکا بود، کی بود وایس آف امریکا، کامبیز حسینی میگه من ما 62 میلیون دلار سال 1979 داشتیم، آقای احمدعلی مسعود انصاری میاد میگه این دروغ، میگه این یه قلمش بوده، باقیش رو حالا باز آقای احمدعلی مسعود انصاری خواهد آمد و به شما خواهد گفت. من امروز قرار بود با 3 نفر مصاحبه کنم، یکیش این دوستمو که هنوز نمیدونم اسمشو میتونم بگم یا نگم، ولی هر بار لطف کرده زنگ زده اول اسمش رو گفته، از فرانسه است ایشون. یه دوست دیگه هم داریم که اون به من گفت آقا این برات مسیج گذاشته چرا باهاش تماس نگرفتی، گفتم والا مسیجشون گویا نبود، من فکر کنم در رابطه با بابک عربی بوده که انجام نشد. سعی میکنم یه روز دیگه. یه مصاحبه با آقای مهدی تبریزی داشتیم که امیدوارم امشب بیایم، با وجودی که نمیدونید کجا، ناراحت نباشید، این برنامه باز نفهمیدم کجا به کجاست، نقل کجاست، ماجرای آمریکا هم هست. دیروز این بدبخت بیچاره خدازده مککین رو با این قیافه و با این چشم و زیر چشمم سیاه جراحی مغزش قده داشته در آوردن، برداشتن سوار هواپیما کردن، از آریزونا آوردن اینجا برای یه امضا که این امضا کنه بشه 50 تا موافق 50 تا مخالف، وقتی میشه 50-50 حالا کار معاون نخست، معاون رئیس جمهور که بعضیامون به اشتباه میگیم نخست وزیر، اینه که میاد رأی میده، با رأی اون این به اصطلاح میزان ترازو یا میره این ور یا میره اون ور. اونم آمد رأی داد، ریپابلیکن‌ها فیل هوا کرده، میگه آقا خبری نیست، تازه شماها رأی دادید که این تر، حالا بیاین در موردش سوال و جواب کنید، چیزی که باید از اول انجام میدادید. و حتی خود جان مکین که رأی مثبت داد گفت این معنیش این نیست که من رأی مثبت به اون تر میدم، شما که تر رو قایم کردید، باورتون میشه تو آمریکا این پدر سوخته کیه این رئیس مجلس مثل لاک پشت قیافش، چون زنش وزیره، فکر کنم وزیر کاره، زنش هم یه چاینیزه. اگر این تراب بگه با سر برو تو این چاه مسترا، میره با چه سر میره تو چاه مسترا، این مرده که آمده یه چیزی رو هیچ کدوم از اینا نمیدونن چیه، میگه شما امضا کنید بعدا میفهمید چیه. باورتون میشه آمریکا 13 نفر رفتم توی اتاق، از 100 تا سناتور 500 تا
نماینده مجلس از 600 نفر 13 نفر خودی بودن. و ما میگیم چرا آقای قشقایی یا دیگر دوستان خودی ناخودی میکنن؟ و ما میگیم چرا آقای یزدان خداوندلو یا دیگر دوستان خودی ناخودی میکنن؟ تو ذات بشر هست. اگه تونستید اینو کنترل کنید، اون وقت اون شعری که گرگ و انسان، فریدون مشیری چقدر قشنگ گفت، چقدر قشنگ خوند، گفت اگه این گرگ با شما پیر بشه، اگر شیرم باشی، شیر پیر که میشه ضعیف میشه، ولی گرگ وقتی پیر میشه پدر سوختگی زیاد میشه. خودمونو کنترل کن. آقایون خانم ها، اگه یه صفحه باز میکنید با ساز و دهل به مردم میگید بیاین اینجا یه صفحه هست، مساوات رو رعایت کنید، برابری رو رعایت کنید. نمیخوان یه چیزی مال رادیویتونه، مال تلویزیونتونه، مال مغازتونه، مثل من بگید آقا خانم شما اگه میخوای اینو بذاری با $10 پول بده. مردم تکلیفشونو بدونن، نه که ما بیایم آگهیونو بذاریم اونجا بره زیر. خب این که درست نیست که، اصلا بی انصاف، اصلا زشته، خنده داره، جای تأسف داره. چی جای تأسف داره دی جی آنی؟ توضیح بده، من نمیدونم. من انقدر حرف میزنم و قاطی پاتی میگم یادم نمیاد راجع به چی شما داری میگی. بله، اینم دوستمون از نیویورک 3:58 پیام گذاشته. ضمناً این شماره 703 احتمالاً تا ماه دیگه قطع میشه. دوستان با اون شماره 202-695 با این شماره با ما تماس بگیرید. اینه، بله، 202-695-2573. حسنش اینه، باشم جواب میدم، نباشم پیام بذارید. تو رو خدا پیام گذاشتن رو یاد بگیرید. تکست میتونید بفرستید با تلفن‌های دستی جدید، سمارت فون تکست میتونید بفرستید و دیگه از این بهتر نمیدونم. با فیسبوک و من مسیج بنویسید. دوست خوبمون آمده صفحه فیسبوک خودش راه انداخته، تو قسمت مسیج برای من روزی 30 تا خبر میفرسته. میگم عزیز من، این مسیج یه چیز خصوصی بین من و توه، این خبرها رو بذار رو صفحه عمومیت، میام اونجا میبینم. ماکسیموم آخر شب مثلا بنویس که از صفحه ما دیدن کنید. بلد نیستیم، هیچ اشکالی نداره، کسی به همون یاد نداده. من هر جا میرم میگن ای سوربی دوباره اومد میخواد نق بزنه. دوستان کسانی رو که نق میزنن ببینید چرا نق میزنن، کار شما و من خرابه که اینا نق میزنن. ازشون قدردانی کنید، کارمون رو درست کنید. اگه من رفتم به دی جی آنی گفتم دی جی آنی این بلنگو من نشستم اینجا گوشم داره کر میشه، به عزیز گفتم یه دفعه، گفت آقای سوربی نزدیک بلنگو هستی؟ گفتم عزیز من کنسرت آمریکایی میرم، برنامه عروسی آمریکایی میرم، برنامه‌های دیگه میرم. اینجوری نیست که چون نزدیک بلنگو هم باید گوشم پاره بشه برم فردا جراحی بیمارستان. ولی اگر یه همچین اشکالی بود آنی باید بگه که ممنونم از شما، من اینو فردا امتحان میکنم، ببره بدم میدونی امتحان میکنم ببینم مثلا این دیافراگم چی میگی، اون پرده‌ای که اینجوری میلرزه مثلا میبینن پاره شده درستش میکنه. این باید از من ممنونم باشه. سالها پیش ما یک آرایشگری داشتیم، این همسر یه سرهنگی بود، خیلی 25 سال پیش، خیلی همون موقع بنده خدا مسن بود که من تعجب میکردم ایشون کار میکنه. بعد به شوخی میگم من برای که تو خونه نباشم شوهرم غور بزنه و هی تعریف کنه که من سرهنگ بودم و اینقدر آدم زیر دستم بوده، میام این کار انجام میدم. یه دفعه موهای منه که چی موهامو کشید، بعد بهش گفتم که اوه نمیدونم چرا اینجوری شده، گفت که فکر کنم این قیچی کند شده. و خوب شد که حالا شما گفتی، خوب شد مشتری آمریکایی نبود. من یکم گفتم ببخشید قیچی کنده تو میذاری برای ما ایرانی ها، قیچی شارپ یا تیز تو میذاری برای اونا، فکر کنم دیگه بنده خدا هم چیز نباشه. جریان مکین، بله جریان مکین واقعا خجالت آوره که این بنده خدا رو کشیدن آوردن اینجوری. و خجالت آورتر بیشتر این که اینا این بادی بادی بازی، حزب بازی رو تا پای به اصطلاح قبر هم با خودشون میبرن. ضمناً آنی مکین وقتی که هواپیماش میفته، میدونید که تا حالا گفته بود بعد منو گرفتن بردن شکنجه کردن و دستمو شکندن و فلان اینها، حالا معلوم شده دروغ گفته. وقتی هواپیماش افتاده دست و پاش شکسته، اونا بردنش تو بیمارستان چون این خلبان بوده
ازش خوب پذیرایی کردن، همونجا هم یه گزارش ازش گرفتن که حتی بر علیه آمریکا و بر علیه ارتش آمریکا صحبت کرده. روی فیسبوک مردم تیوی هست، برید ببینید. اگه پیداش نکردید برای من یه ایمیل بفرستید یا یک مسیج بفرستید، براتون میفرستم. ما بلد نیستیم مسیج خصوصی روی فیسبوک بفرستیم. طرف میگه آقا من برای شما مسیج گذاشتم. میگم کجا؟ میگه رو فیسبوک. میگم اون کامنت، اون نظر فرستادی، نظر نوشتی. مسیج یعنی پیام خصوصی برای من. تو رو خدا یکی بیاد اینا رو یاد ما بده. هی نگیم 7000 سال پیش کوروش بودا، کوروش بود که نمیدونم با مامانش ازدواج کرده بود، با دخترش ازدواج کرده بود، عجب خوب بود، برای ما قانون اساسی نوشت. چقدر خوب میشد ما دوباره برگردیم اون قانون اساسی رو اجرا کنیم. آقا برو چی بگم، والا چی بگم به شما دوستانی که با من مخالفم، در هر قسمتی که من چیزی گفتم مهمان برنامه من باشید، توی برنامه خود من بیان بگید سوربی اینجا که گفتی کوروش با خانوادش ازدواج کرده و فلان اینها دروغ گفتی، اشتباه کردی، طبق این مدرک اینها نگاه کن، آخوند فلانی عقدشون کرد و گفت که به مبلغی معلوم. آقا کوروش شما ماندنا را، ماندنا بود کی بود؟ بله این متن قدیمیست. چرا ما که این همه پند و اندرز و عبرت در فرهنگمان هست تا حالا آدم نشدیم؟ والا نمیدونم دوست عزیز. شما سوالی رو از من میکنی که سوال خود من هم هست، یا به قول دوستان جانا سخن از زبان ما میگویی. دوستان 40 تا چیز اینجا نوشتن، اجازه بدین ببینم تا جایی که نفسم میکشه براتون بخونم ببینم چیه. با اجازه من باید مرخص. برو به سلامت، موفق باشی، امیدوارم بتونیم امشب ببینیم. اگه جایی نبودی بیا با دوستانت بیا و شما مهمون من هستی خانم آنی عزیز، ما به شما بیشتر از اینا بده کنیم. و اما یا قفار الزنوب، بیشترین گناهان فرزند آدم از زبان است. بهترین اعمال نزد خداوند حفظ زبان است. هر که مردم از زبان او بترسند از اهل جهنم است. امیدوارم دوستان از زبان من نترسیده. و ببینیم دوستون چیه. ایران آزاد گرامی، ایران ایران تشریف داری. ببین مثلا آقای ناصر رحیمی، این شما باید تو قسمت پیام برای اون بنویسی. این آقای ناصر رحیمی هم یه انسان خیلی شریفی هست، ولی چیکار کن؟ اتفاقا یه هم اسم شما ناصر رحیمی نامی هم اینجا بود، طرفدار پادشاهی و اینها، رفت و آمد و ایران و طلاق گرفت و اینها، بعد که آمد دیگه ما ازش بیخبریم. و اما آشنایی با 40 گناه زبان: دروغ گفتن، تهمت زدن، غیبت کردن، طعنه زدن، زخم زبان زدن، فحش و ناسزا گفتن، آبروریزی، دل شکستن، تقلید صدای کسی برای مسخره کردن، 10 سرزنش بیجا، کبر در گفتار، نهی از معروف، بدعت در دین، حکم به ناحق، قسم دروغ، رنجاندن مؤمن، اظهار حسد و بخل، بدخلقی، بدزبانی با مردم، بدزبانی در معاشرت با مردم، شماره 20 تصدیق کفر و شرک، خشونت در گفتار، عیبجویی از دیگران، مسخره کردن، سخنچینی، شایع پراکنی، ناامید کردن، به نام بد صدا کردن، وی همون فحش دادن، شوخی با نامحرم، تملق و چاپلوسی، ریا در گفتار، این شماره 30، امر به منکر، فاش کردن اسرار مردم، تحریف مسائل دینی، شهادت ناحق، وعده دروغ، خبری را ندانسته گفتن، با مکر و حیله سخن گفتن، فریاد زدن بیجا، مزاح زیاد، و شماره 40 لعنت کردن مردم. این هم از دوستمون که از خلیج فارس لطف میکنن و برنامه های عقل بشر رو هر دوشنبه فرستادن و امیدوارم برنامه های آیندهشون هم داشته باشیم. و اما اینجا میگه که نامه سرگشاده صادق زیبا کلام به رئیس جمهور، سرابی به نام علوم انسانی اسلامی. این آقای صادق زیبا کلام، بعضی ها میگن این سوپاپ خود آخوندان، یعنی ببینید
یه دیگه زودپس که میخری یه سوپاپی مال خودش میاد، هر وقت این جوش میاره برای که منفجر نشه نخود و لوبیا که مردمن نریزه تو سقف و قالی و فرش و این ور و کسی که تو مسخونه قالی نداره، در هر صورت یه سوپاپ میذاره، سوپاپه از خودشه، خود فروشگاهه بهتون میفروشه، ولی هر وقت این نخود لوبیا جوش میاره این سوپاپ میزنه بالا، یه فیس صدای میده و اون نخود لوبیا آروم میشن دوباره تا این آتیش زیر پاشون اینجوری کنه. بعضی ها میگن ایشون آقای محمد نوریزا و دیگرانی که میبینید آزادانه میان صحبت میکنن، گهگاهی هم میگن رفتیم زندان، بعد میگه فردا صبح زنگ زدم آژانس اومد من برد زندان، تازه زندان هم من قبول نمیکرد، گفتم نه آقا دیگه حالا امروز نمیدونم خانوادم رفتن شمال من نمیتونم برم خونه کسی باید بیام زندان، زندان ایران هم اینجوری شده، از این ور میگن اینجوری شده، از اون ور میگن آقا تو خیابون حرفم بزنی میگیرن نزن زندان. قسم بعضی ها میگن قسم حضرت عباس و دم خروس، این درستش قسم روباه هست و دم خروس، که حالا روباه به حضرت عباس قسم میخوره که من خروس نگرفتم ولی دمش از نمیدونم دست. نامه سرگشاده صادق زیبا کلام به رئیس جمهور، سرابی به نام علوم انسانی، در این راجب اون دانشگاه ها یادتونه همین آقای سروش که حالا اومده اینجا خودش شده زاهد و مسلمان ها، این میگو که دانشگاه های ایران اسلامی نیست و باید یه مدت ببندیمش، علوم انسانی اسلامی را بندازیم، و چقدر جوان ها رو از زندگی به اصطلاح زندگی که امید داشتن عوض کرد، اصلا زندگیشون ممکنه طرف سرنوشتش عوض شد به خاطر یه عده احمق مثل این که میخواستن یه مدتی الکی بچرخن برای خودشون، دانشگاه نرن ولی حقوقشون دولتی بود حقوقا رو بگیرن. حالا آقای سروش آمده اینجا و برای من خیلی جالب بود که آقای دکتر افشارها چندین بار تعریف از سروش کردن و به گفته های سروش استناد کردن، و اما کاملا با آن موافقم این در ایران منتشر شده، حقیقتی است که خیلی از نافهم های ایران در آن شریکن، روشن فکران به هوش باشید. البته از ایشون پرسیدم اینو کی نوشته، از طرف کدوم سازمان، گفت من نمیدونم. نوشته اینجوری شروع میشه: زمین سازی جنگی مهیب زمین سازی جنگی مهیب. بذارید من اینجوری بهتون نشون بدم، اینم یه پاراگرافشو میخونم، اگه خواستید ایمیل بزنید براتون میفرستم. وقتی میگم ایمیل بزنید، تا یکی دو روز آینده، نه یکی دو سال آینده، یه جایی نشستید یه دفعه این ویدیو رو تصادفاً میبینید بعد تماس میگیرید آه صحبی اون روز بود، حالا مثلا سال 2020 ایران هم آزاد شده، آقای چمن آرام رفته ایران، همه جشن، بعد شما میگی که یه مقاله خوندی یا راجع به جنگ و اینا، اونو برای من بفرست. اینو من تا یه دو روز آینده نگه میدارم، صبح جمعه همه اینا پاک میشه. به قول دوستمون گفت آقا تو اینو نخوندی، انداختی تو سطل آشغال، بعد شما از کجا فهمیدی؟ نکنه یه دوربینی گذاشتی اینجا. بعد براش نوشتم ببین دوست عزیز، من خوندم اولش رو، دیدم این اولش اول یه جوکیه که درباره ایرانیام گفتن، حتما شما هم شنیدین اون سلمونی که بچه گیرش میاد قندادیه میاد موهاش کوتاه کنه، وقتی میخواد پول بده سلمونیه بهش میگه که من یه بچه گیرم اومده و شما امروز مهمون من هستی، فردا صبح که میاد میبینه مثلا یک بسته شیرینی یک جعبه شیرینی قندادی گذاشته جلو دم درش، یکی دیگه میاد مثلا همینجوری گل فروشی میاد میگه امروز مهمون من هستی، اون براش گل میذاره، آخر کار یه ایرانی با بی ام و میاد پارک میکنه و میاد وقتی موهاش اصلاح میکنه میگه که چند شد، میگه مهمون من هستی، بعد میگه خیلی ممنون. فردا که این سلمونی میاد میبینه که 30 تا ایرانی دور تو خیابون دور این ساختمون تو صف وایسادن که خیلی عجیبه، ایرانی ها معمولا تو صف وای نمیسن، بعد همشون دارن فوش میدن نق میزنن که چرا سلمونی دیر اومده. به دوستم گفتم حالا این جوکر رو هر کسی عوض کرده با سیاست مدارا، ولی حالا که شما میگی من خوندم و درسته. آخرش نوشته بود یه سیاست مداری میاد سلمونی و وقتی که یه کانگرسمن یعنی نماینده مجلس، وقتی میاد اینجا و این بهش میگه که امروز مجانیه یا این هفته مجانیه، فردا که میاد میبینه 15 تا کانگرسمن دیگه تو صف وایسادن. بعد زیرش هم نوشته بود به قول ریگان
دایپرز همون چیز بود، ما تو ایران فقط اسم برندش میگفتیم پمپرز، پوشک ایرانیش پوشک درست بود، ترجمهش کرده در پوشک بچه ها، میگه دایپرز. و شغلای دولتی مثل کانگرس، رئیس مجلس، مثل رئیس جمهور، مثل سناتور، میگه اینها هر دوشون مثل پوشک بچه میمونن، احتیاجشون دارین ولی هر از مدتی باید عوض بشن. اگه عوض نشن چی میشه؟ اما میدونیم توش پر چیه؟ اینم حسن ختام برنامه ما چی شد؟ در زمین سازی جنگ مهیب در حال انجام است، جنگ اعراب و ایران، این بار ایران را میخواهند جایگزین اسرائیل کنند. امیدواریم اقلا ایران هم بتونه مثل اسرائیل بزنه پدرشونو در بیاره. شبکه‌های اجتماعی بستر ایجاد تنفر ما از اعراب و به خصوص عربستان شده و هر روز نقل قولی دروغین و یا مجعول جعلی یعنی و یا حتی درست و مستند از شاهزاده‌ای و یا مقامی سعودی خشم ملت را از عرب‌ها بیشتر می‌کند و از آن طرف اعراب عامل همه مشکلات منطقه و جهان را ایران می‌دانند و لابی‌های بگذاریم دوستان، بذارید یه چیزی من بهتون بگم، به قول معروف آب پاکی بریزم. اگه این اشکالات توی وبسایت‌های مثل فیسبوک و نمیدونم سوشال مدیا هست، اصلا نگران نباشید، هیچ اتفاقی نمیفته. دیدید چقدر راجع به اسم خلیج فارس که اونها گفتن خلیج، اونها گفتن خلیج عرب، احمدی نژاد رفته نشسته زیر این اینجوری گفته، آقای رضا پهلوی با نوری زاده رفته یه جایی بهش پول دادن اسم خلیج همون خلیج گفته و اینا، هیچ اتفاقی نیفتاد. اصلا ناراحت نشید، هیچ بخاری از این سوشال به اصطلاح چیزای اجتماعی، وبسایت‌های اجتماعی اینها بر نیامده، نخواهد آمد، نگران نباشید. همینجا با شما خداحافظی میکنم، به امید دیدارتون روز جمعه بعد از برنامه ما 5-6 دقیقه برنامه ماز جبرانی رو میبینیم و ویدیوشو در پلیلیست نگه میداریم. بعد از ماز جبرانی برنامه آقای سهراب چمنارا و ببینید آقای سهراب چمنارا خیلی ممنون ماندیه، بله سلام میکنه، خسته نباشید، ممنونم، شما خسته نباشید به این مزخرفات من گوش میدید. در هر صورت آقای سهراب چمنارا قشنگ میشینه، یک کسی که یه ویدیوی حرفی چیزی میزنه مثلا دکتر نصر اصفهانی یا دیگران، این میاد درباره اون صحبت میکنه، نظرات خودش رو الغا میکنه، تو تامز اپ به قول ما ایرانی ها آفرین مرحبا. برنامه آقای چمنارا را بعد از ماز جبرانی می‌بینیم. پس شد سربی، ماز جبرانی، چمنارا، برنامه‌های دیگه ارشاد و آوا و اینها هم به ترتیب میاد. شما هم می‌تونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم می‌تونید در تلویزیون مردم برنامه دیگران رو پخش کنید، برنامه آقای دکتر هلاکویی، برنامه آقای دکتر مشیری، برنامه آقای دکتر عرفانی، همه ماشاءالله دکترن. معلوم میشه ما ایرانی‌ها هممون مریض، اگه اینا هم دکترای روان و روان پزشکی باشن، ما همه تیمار و چی میگن تیمارستانی هستید. روز روزگارتون خوش، با امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. امشب کجا هستیم؟ تایسنز کورنر، بیاین و با هم دو سه ساعت بگیم و بخندیم و برقصیم. روز روزگار بر شما خوش.